ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودن تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر میهن پرستان و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. امروز هفتم آبان، روز بزرگداشت، روز گرامی داشت از بنیانگذار شاهنشاهی ایران، شاهنشاه کوروش بزرگ، بنیانگذار سلسله قدرتمند، سلسله مقتدر هخامنشی که در طول این چند دهه ملت ایران، همه ما خیلی راجبش شنیدیم، گفتیم و بهتر و بهتر کوروش بزرگ، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه هخامنشی، شاه همه کشورهای و سرزمینهای اون موقع در جهان که
پیام آور صلح بود، پیام آور عدالت بود و برای ملت ایران افتخار بزرگی است که از این سرزمین آریایی یک چنین انسان والایی، یک چنین انسان شریفی توانست بنیانگذاری شاهنشاهی ایران رو آغاز بکنه. به همه میهن پرستان این روز بزرگ رو به ملت بزرگ ایران شادباش عرض میکنم و به ویژه به شخص اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم که جانشین بزرگان تاریخ ایران، جانشین کوروش بزرگ، جانشین رضا شاه بزرگ، جانشین خدایگان آریامهر بزرگ هستند، این روز بزرگ رو که برای میهن پرستان روز بسیار بسیار بزرگی است، روز بسیار مهمی است، یکی از جشنهای ما ایرانیان باید باشه که پس از سقوط فرقه تبهکاران، پس از اینکه این اشغالگران اسلامی رو به لجندان تاریخ، چون به زبالدان که حیف زباله کثیف میشه، به لجندان تاریخ فرستادیم، یک چنین روزهای بزرگی رو مثل همین روز بزرگ داشته کوروش بزرگ که در چنین روزی وارد بابل میشه و یهودیان رو از اسارت بابل نجات میده، اینا جز روزهای شادی بخش ما میشه، روزهایی میشه که در تقویم ایرانی شما دیگه ورق بزنی فقط اون 13 روز نوروز رو نمیبینی و یکی دو روز همینطوری به عنوان اینکه ما یادی بکنیم از گذشته. نه، ما هر ماه در هر برجی یک روزی خواهیم داشت، روز درختکاری رو باید تبدیل به یک جشن بزرگ در ایران بکنیم که بچه هامون یاد بگیرن به محافظت از محیط زیست و روز جشن مهرگان، جشن سده، چهارشنبه سوری، نوروز باستانی، زادروز کوروش بزرگ و روزهای مخصوصی برای کودکان، برای بانوان، آغاز تابستان، آغاز عرض کنم پاییز، آغاز زمستان، و این مردم رو باید شاد کرد و مجدداً این روحیه از دست رفته ملت بزرگ ایران رو که امروز تبدیلمون کردن به یک امت گیج، مجدداً باید برگردیم به اون ملت بزرگ، به اون ملتی که در طول تاریخ، در هزاره تاریخ ثابت کردیم که ما ملتی هستیم توانستیم تا امروز چارچوب کشور خودمون رو نگه داریم و اون بلایی رو که استعمار، حالا در هر دوره یک کشوری این استعمار رو کاپیتان این استعمار بود، یه زمانی عثمان ها بودن، یک زمانی اعراب بودن به خاطر حمله تازیان به سراسر جهان و زمانی نوبت به پرتغالی ها رسید، اسپانیایی ها رسید و بعد جریان دزدان دریایی و کشتی ها و آمدن انگلیس ها و روس ها و بعد امریکایی ها و به هر حال یا چنگیز یا تیمور، هر دوره دست یه امپراتوری بوده که می آمدن و جهان رو تحت سیطره خودشون قرار می دادن. اما این ملت ایران بودند که نه به مانند مصری ها که عرب شدند و متاسفانه تمام اون تاریخ و فرهنگ خودشون خلاصه شد به همون چند آثار باقی مانده از دوران عرض کنم مصر باستان، همین اهرام ثلاثه که باقی مونده، و نه به مانند یونانی ها شدیم که دیگه چیزی باقی نمونده از اون تاریخ زیبایی که به هر حال داشتن یونانی ها و فلاسفه‌ای که داشتن سقراط، بقراط و افلاطون، اقلیدوس، دیگه چیزی باقی نموند ازشون و میبینید که امروز تبدیل شده به یکی از مغروس‌ترین کشورهای نه فقط اروپا، یکی از مغروس‌ترین کشورهای جهان و تاریخش دگرگون شد این کشور بسیار زیبای یونان با اون سواحل قشنگش و بعد ایتالیا، اون روم و اون عظمت و اون امپراتوری که امروز تبدیل شده به اینکه از هر گوشه هر کس هر کی بدش میاد ترور و مافیا کاملا بر تمام تارپود اون مردم رخنه کرده که فقر از در و دیوار کشور ایتالیا میباره و
بسیار فقیر، کشور ورشکسته، حالا یه جورای خودش رو نگه داشته با دوتا ماشین و من جزوی کشورهای صنعتی هم، اینا دیگه شوخیه به خاطر نفوذ مافیا که ساکتش بکنن، کنترلش بکنن که زیاد در دنیا مواد پخش نکنه، نمیدونم قاچاق مشروب نکنه و چه، و سایر کشورهایی که به هر حال در دوران پیش از به اصطلاح دوران باستان برای خودشون یک امپراتوری داشتند، به مانند امپراتوری دوران چین که برای خودش امپراتوری داشته و دیگه کارش کشید به جایی که افتاد در دستان یک آدمکش جنایتکاری به اسم ماو، و امروز هم که میبینید دیگه چیزی از اون امپراتوری باقی نمونده، فقط به وسیله ارتش و اتم و دیکتاتوری میخوام بگم که این اژدها هنوز از دماغش داره آتش میزنه بیرون، نه دیگه این اژدها هم به درد نمیخوره. به هر حال ملت ایران توانستیم کشور رو این همین محدوده بسیار کوچکی که برامون باقی مونده و اون عظمتی که داشتیم تا صحرای لیبی تا هند و تا آسیای میانه، به هر حال اون عظمت و بزرگی که بارها از دست دادیم مجدداً پادشاهانی اومدن اون عظمت رو برگردوندن و در این گیرودار تاریخی رسیدیم به اینی که امروز هستیم که شوربختانه در یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمون در دوران خدایگان آریامهر بزرگ، در دوران پهلوی، دوران طلایی شاهان پهلوی، با کمال تأسف باز هم با یک دسیسه جهانی که همیشه این جهانیان چشم طمع دوخته بودن به خاک ایران، به ملت ایران، به مال مردم ایران، مجدداً در یک شبیه خون که این بار از درون به ما حمله شد، با کمال تأسف شوربختانه کشورمون رو به دست مشتی متعصب مذهبی، مشتی جنایتکار، مشتی آخوند روزخانی که با صدقه ما در ایران به مانند زالو داشتن زندگی میکردن، امروز به این آب و عرفه رسیدن که آبروی بین المللی ایران و ایرانی رو و اون همه عظمتی که پهلوی ها با هزار و یک مشکلات تونسته بودن برای اون مملکت بسازن و یک ارتش مقتدر و نیرومندی که مؤسسش توسط رضا شاه بزرگ اون پایه های اون ارتش نوین ایران ریخته شد و خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ توانستن یک نیروی هوایی فوق‌العاده مدرن و نیرومند که صدای غرش هواپیماهای جنگنده ایران، شکاری‌های ایران لرزه به تن همه دشمنان ایران در منطقه و فرامنطقه می‌انداخت، یک نیروی دریایی بسیار مدرن که حافظ آبراه بین‌المللی خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و قدرت مانورش تا اقیانوس هند رفته بود، دیگه خبری از راهزنی و چاقوکشی و دزدی و نفت دزدی در باب‌المندب و جای دیگه نبود و این نیروی دریایی شاهنشاهی ایران بود که با قدرت در منطقه سوغلجیشی خاورمیانه امنیت رو برقرار کرده بود و به این ترتیب ضمن برقراری امنیت و هوایی، امنیت دریایی هم تضمین شده بود، یک نیروی زمینی فوق‌العاده قوی با داشتن سلاح‌های مدرن، یک ارتش زمینی بسیار بسیار نیرومند که حافظ تمامیت ارضی کشورمون بودن، تأسیس ژاندارمری که حافظ مرزهای ایران بودن، پاسگاه‌های ژاندارمری در تمام مرزهای کشور، در روستاها و در جاده‌ها پلیس راه ژاندارمری که حافظ جان و مال و ناموس ملت ایران بود، شما در هر ساعتی از شب از هر کجا به کجا می‌خواستین در ایران تک و تنها با اتومبیلتون یا با اتوبوس مسافرت بکنید، یک شهربانی بسیار بسیار مدرن که مجهز به سلاح‌ها و مجهز به اطلاعات مدرن و به روز بود، با داشتن یک اداره آگاهی که میزان بزهکاری ها در شهرهای بزرگ و کوچک مملکت ما بسیار درصدش پایین اومده بود، امنیت کاملا برقرار بود در تمام نقاط کشور و ایران در یک
جهت توسعه رفاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عمرانی در همه زمینه ها، و ایران میرفت که واقعا وارد اون باغ زیبای تمدن بزرگ بشه که شوربختانه در یک بزنگاه تلخ تاریخ از ناآگاهی، بیسوادی، عدم توجه، گول خوردن، فریب خوردن و حالا که هرچی بخواییم اسمشو بگذاریم از ملت ایران سوء استفاده کردن، و به خاطر این سوء استفاده کشور رو به دست کثیف‌ترین، جنایتکارترین، بیسوادترین، احمق‌ترین، نادان‌ترین، بیشرف‌ترین، پست‌ترین، فرومایه‌ترین، رذل‌ترین قشر ممکنه، یعنی آخوند، یک مش روزخان بیسوادی که هیچ اطلاعی از مسائل سیاسی جهان نداشتن، از ته غارهای الحجاز میخواستن که کشور رو، و هنوز هم دارن سعیشون میکنن ایران رو برگردونن به 1400 سال پیش که مردان هر غلطی دلشون میخواد بکنن، زنان هم فقط یک وسیله برای رفع حاجات مردان باشه و رخت و لباس بشوره، بچه داری بکنه، کتک بخوره، غذا بپزه و به مرد برسه و همین، یعنی بیش از این نیست، یعنی هر کاری میکنه در چارچوب همون خونه، حرف هم اگه زد حق داری سرشو ببری، بری 4 تا زن بگیری، 40 تا سیغه بگیری، کتکش بزنی، لخت و پتی از خونه بیرون بندازیش. اینا دقیقا میخوان، تمام سعیشون هم کردن که ما رو به اون جا برگردن، به طوری که امروز در ایران اولین شرطی که دختران ایرانی با مردان ایرانی ازدواج کنه اینه که من حق طلاق داشته باشم، که این نشان دهنده واپسگرایی در کشور ماست که زن باید به این شرط ازدواج کنه که تو باید به من حق طلاق بدی، به من حق بدی من خودم مسکن رو انتخاب کنم، خودم بخوام کار کنم اجازه داشته باشم، حق سفر داشته باشم. یعنی شما در اصل با یک معامله، نه با عشق، به خانه همسرت میری. کودکان ما از تحصیل واموندن، کودک آزاری در ایران و و و، یعنی شما وقتی که نگاه میکنی به بیش از 2500 سال پیش که کوروش بزرگ، آن پادشاه بشر دوست، پادشاهی که بنیانگذار حقوق بشر بود، پادشاهی که به هر جا که ازش خواستن و او رفت، و امروز کمونیست ها میگن که او حمله کرد، او کشورگشایی کرد، و حالا شما هر طوری که میخواین دیکته شده خارج از کشور بنویسید، اولین دستورش به سربازانش، به سردارانش، به افسرانش این بود که مبادا به کسی تجاوز بکنید. و چقدر ما مغرور هستیم از این که میبینیم پادشاهان ایران تا پیش از حمله تازیان و حتی بعد از حمله تازیان، پادشاهانی که از دل ملت ایران برخواستن، در هر نبردی شرکت کردن، در هیچ کجای تاریخ نوشته نشده که ایرانیان به مانند اسکندر مقدونی، چنگیز مغول، تیمور لنگ، انگلیس ها، روس ها، عثمان ها، اعراب، همون تازیان بیابانگرد بادیه نشین و سایر متجاوزین اسپانیایی، پرتغالی، بلژیکی، هلندی و غیر ازالگ یا امریکایی، ما در تاریخ هیچ جا نوشته نشده که به زنان کشورهایی که آنها رو ما تسخیر کردیم، به دخترانشون تجاوز کردیم، به زنانشون، بچه هاشون رو به غلامی گرفتیم، خانه هاشون رو آتش زدیم، آتشکده هاشون، معابدشون و جاهایی که به هر حال براشون مقدس بود، جاهای اماکن مذهبیشون بود، آتش زدیم، مال و اموالشون دزدیدیم. هیچ جا شما در هیچ گوشه از تاریخ نمی‌بینید که امروز به دست کثیف استعمار فیلم 300 و فیلم بدون دخترم هرگز و یه سری چنین فیلم هایی میسازن که ملت ایران رو یک مش بربر وحشی نشون بدن، و به خاطر اینکه بخوان عقده های خودشون رو در برابر ترورهای جمهوری اسلامی نشون بدن، متاسفانه ملت ایران رو نشانه گرفتن و فرهنگ و تاریخ ایران. به هر حال بزرگداشت کوروش بزرگه و من از این فرصتم استفاده میکنم و به این بهانه امشب یک برنامه دیگری با شما داریم، که قبل از شروع این برنامه من یک توضیح کوچیکی همین اول بدم. اولی که ساعتها در اروپا عوض شده، یعنی الان ساعت 7:10 هست، در حالی که من برنامه ما 7:30 شروع میکردم، امشب 6:30 شروع کردم. همیانان عزیزی که در اروپا هستید، تا زمان تغییر ساعت در امریکا، برنامه بچه هایی که از اروپا میان، مثل من، مثل سرکار بانو، پرستو، اصلانی، 1 ساعت برنامه های ما زودتر شروع میشه. فقط کسانی که در اروپا هستید، ایران و امریکا، ساعت هیچ فرقی برای شما نکرده.
یعنی من که ساعت 7 و نیمه بعد از ظهر دوشنبه و چهارشنبه میام، عرض کنم حالا 6 و نیمه بعد از ظهر آلمان یا به عبارتی اروپا میام که میشه 5 و نیمه بعد از ظهر لندن. این یک خبر. ساعت که در امریکا عوض بشه، بعد ما در اروپا ساعتمون به حالت عادی برمیگرده، یعنی مجددا من همون ساعت 7 و نیمه 19 و 30 دقیقه به وقت آلمان میام خدمتتون، اما بعد ساعتمون با ایران عوض میشه. به چه شکل؟ به خاطر اینکه تا پیش از اینکه ساعت در اروپا عوض بشه ما فاصلمون با ایران 1 ساعت و نیم بود، حالا که ساعت در امریکا عوض بشه پس فاصله ما با ایران میشه 2 ساعت و نیم. امیدوارم گیج نشده باشید، فعلا با اروپا ما کار داریم. پس 1 ساعت تا تغییر ساعت در امریکا برنامه من و سرکار بانو پرستو اصلانی که فقط ما دوتا هستیم دیگه از اروپا، عرض کنم با یک ساعت زودتر آغاز خواهد شد. این مسئله اول. مسئله دوم، از همه خانم آقای خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید زنگ بزنید خانه خودتون و سنگر ایران آریایی رو مثل همیشه حفظ بکنید. خیلی هم ازتون سپاسگزارم. اشاره هم بکنیم به برنامه دیشب، برنامه صدای مردم، که من واقعا میگم جناب وطنخواه خیلی کوبنده، محکم، مقتدر و بسیار بسیار بسیار، اینو به صراحت میگم، حرفه‌ای برنامه رو اجرا کردن و سپاس مجدد از همه شما خانم ها آقایونی که اظهار لطف و محبت به من و به همکاران ما، به هر حال من از طرف خودم بگم خیلی ازتون سپاسگزارم. منو شرمنده میکنید همیشه، از همتون سپاسگزارم. بسیار 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 من واقعا خوشحال میشم، ممنونتونم وقتی نینم اظهار لطف و محبت میکنید و همیشه هم گفتم بازم میگم من همان خاکم که هستم، سربازم، مخلصتونم هستم، هر کاری هم از دستم بر بیاد، کاری که تا الان نتونستم انجام بدم در خدمتتون هستم. درود به همه شما عزیزان که من میبینم چقدر مقتدرانه، چقدر دقیق و موشکافانه مسئله میاید و میگید. من واقعا میگم خیلی لذت میبرم این برنامه رو میبینم و چون من فقط وقتی که به اصطلاح میام اینجا خدمت شما، این تلویزیون روشن میکنم که جلو چشم خودم باشه واسه برنامه خودم، من نگاه نمیکنم مگر گهگاهی فرصتی باشه اینا، و البته برنامه بانو پرستو اصلانی که چون ساعتش من میخوره اکثرا نگاه میکنم و آثار تاریخی که و افتخارات تاریخی که برای ما ایرانیان، برای ما میهن پرستان به جای ما، مراسم بسیار زیبا، اون جشن‌های بسیار زیبای تخت جمشید بود و من چقدر خوشحالم از اینکه اون جشن‌ها رو دیدم. البته نه که اونجا بودم و از طریق تلویزیون عرض می‌کنم، و سن و سالم هم دیگه طوری بود که می‌دونستم چه خبره و با لذت. من مثل سایر هم سن و سالان نبودن، چون اصلا کسی نمیشه پای تلویزیون بشینه نگاه بکنه، ولی من با لذت نگاه میکردم و مخصوصا اون رژه تاریخی که رد میشد نگاه میکردم و گویا از همون موقع من علاقمند به این مسائل تاریخی شدم. از پدرم میپرسیدم، یه دونه دفتر بزرگ داشتم، دفتر بهش میگفتن ورق امتحانی، بعد یادداشت میکردم قشنگ مینوشتم هخامنشیان، بعد مثلا اشکانیان، دیگه ساسانیان، فلان، همینطوری مینوشتم و خیلی خیلی مراسم بزرگی بود که خارشو در چشم دشمنان. بریم به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ، به فرمایشات کوروش زمان اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان، ابر مرد بی بدیل تاریخ بشریت، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه پهلوی، شاه همه کشورهای سلطنتی جهان،
روانشاد خدایگان آریامهر بزرگ بریم گوش کنیم به فرمایشات اعلیحضرت. بچه ها زنگ هم بزنید دستون درد نکنه. آقای مهندس عزیز و گل لطف و محبت بفرمید شماره یک و دستتون درد نکنه. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، کوروش به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسالترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد میکنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در احتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد میکنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی هم بایستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین‌ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملت روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، فرمایشات اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه عالی‌مهر بزرگ، شاه شاهان، ابرمرد بی بدیل تاریخ بشریت، بزرگ پادشاه قرن بیستم، که در این لحظات حساس روانش شاد و یادش همیشه و همیشه گرامی و راهش پررهرو باد. آسوده بخواب خدایگان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره نیز بیدار خواهیم بود. آریا مهر بزرگ، خدایگان، شاه شاهان، آسوده بخواب تا سربازان زندان، تا نوکران زندان، آسوده بخواب خدایگان. اما همیانان عزیز، لطف کرد سرکار بانو پرستو اصلانی همین الان برای من پیام فرستاد که آقای ایرج ربیعی، وای من شرمنده هستم، دکتر ایرج ربیعی عزیز و یادم رفت که ایشون هم از آلمان هستن، از اروپا، که فس فراموش نکنید جناب دکتر ایرج ربیعی عزیز ما، خبرنگار بسیار قدیمی و یک ژورنالیست حرفه‌ای سالهای بسیار دور و نزدیک، برنامه ایشون هم مثل ما یک ساعت زودتر برگزار میشه، که عذر میخوام مثلا حواسم به جناب ایرج ربیعی نبود، ببخشید دیگه پیر شدیم حواسمون میره، که برنامه بسیار خوبه آقای ایرج ربیعی، دو ایرج ربیعی رو از دست ندید خانم آقایون، تفسیرهای قشنگی که میکنن و اخباری که به گوش همه ما میرسونن. دکتر ایرج ربیعی هم سالهای سال در این آلمان زندگی میکنن، مترجم بسیار زبردست و عرض کنم ایشون دکترای خبرنگاری دارن، دانشگاه های آلمان رفتن، شخص بسیار میهن‌پرست که همه میشناسیش، احتیاج به گفتن من نیست، برای نسل جوان میگم، مردی بسیار شریف و مبارز، جناب دکتر ایرج ربیعی عزیز. با سپاس از سرکار بانو پرستو اصلانی که لطف کردید و یادآوری کردید. و چقدر این آقای ایرج ربیعی هم قشنگ میگن، میگن با ما باشید، شب بخیر ایران، با ما باشید. و خیلی مقتدر، و امیدواریم که همیشه سلامت باشن و ما هم از وجود این بزرگان، اساتیدی که موشون رو سفید کردن در راه نجات ایران، بتونیم زیر سایه این بزرگان، این اساتید، ما هم بتونیم انجام وظیفه بکنیم. اما به بهانه روز کوروش بزرگ، گرامی داشته این روز بزرگ، من با شما عزیزان، چون میدونید من اهل این که فقط برنامه رو این بذارم نیست، به این بهانه، ضمنی که اظهار احترام خواهیم کرد و یادآوری روزهای بسیار مهم تاریخی، چون کشور ما در شرایط حساسی هست، باید کارمون رو پیش ببریم و فعلا زیاد درگیر این مسائل تاریخی نشیم. اینا مال یک ایران آزاده که بعد اون موقع بریم در برابر آرامگاهش اونجا جشن بگیریم، ادای احترام بکنیم به خدایگان و به کوروش بزرگ. ببینید عزیزان، کوروش به ما چه درسی داد؟ درس نخست، درس حقوق بشر، درس احترام به عقاید دیگران، درس احترام به ادیان، درس احترام به بشریت. چیزی که امروز تازه اروپایی‌ها میگن حقوق بشر، یه مجسمه یه چاخانکی بردن فرانسوی‌ها کاشتن تو اون جزیره نیویورک، که هر هواپیمایی از این سمت وارد و آمریکا میشه اول باید یه طواف بده دور اون مجسمه، که نگاه کن میدونی کجا داری میای، داری میای به ایالات متحده آمریکا، مهد حقوق بشر. خب و فرانسه هم که داره پوزشو میده که بله ما انقلاب کبیر کردیم و که با کفگیر زدیم تو سر همه میهن‌پرستان، تمام سلطنت طلبا رو هم عدم گیوتین گذروندیم، بعد خودمون افتادیم به جون خودمون، و بعد این روشنفکرا شدن به دو قسمت، اینا اونا رو کشتن، سنگربندی شد اونا اینا رو کشتن، از دلش ناپلون بناپارت اومد بیرون، بعد اونا اومدن اونا رو کشتن، بعد بناپارت گفتن حالا یابو برام داشته برم مسکو، بعد کشور زیر و رو شد که امروز رسیده به این بچه ننه. آلمانی هم به همین شکل، اینا هم خیلی برای خوشون بیسمارک بیسمارک و نمیدونم چی چی مارک و اینا میکنن و وایمر و جمهوری فلان داشتیم و سرمون اونجا تو لهستان بود و تهمون اینجا تو چک بود و فلان بود، و اینا به این روز افتادن که الان دارید میبینید دیگه، ساعت 4 صبح تو هامبورگ میگه اشهد ان محمد، اینم حقوق بشری.
به هر حال کوروش بزرگ 2500 سال پیش به ما درسی رو داد که شما ما همه انسانیم، به صرف اینکه تو رنگین پوستی، حالا سرخ پوستی، سیاه پوستی، زرد پوستی، نمیدونم نظر تنگی، چشم آبی هستی یا یهودی هستی یا چه بدونم مسلمونی یا حالا هر دین و آیینی داری، ما نباید به جون هم دیگه بیفتیم هم دیگه رو بکشیم. هر انسانی آزاده، هر عقیده‌ای داشته باشه، هر مذهبی داشته باشه، در یک چارچوب قانونی، نه که قمه بکشی به تو خیمه بزنی همه رو بکشی. و هر کسی حق داره خدای خودش رو بپرسته. من دوست دارم گاف پرست باشم، اولاق پرست باشم، خوشی پرست باشم، یکتا پرست باشم، اصلا هیچی نپرستم، خودمون بپرستم. من حق دارم از لحظه‌ای که به دنیا آمدم از زندگیم لذت ببرم، فعالیت بکنم، به هم نوع خودم خدمت بکنم، برم یه چیزی بشم تو این دنیا، بتونم دردی از درد بشریت دوا بکنم، بتونم خدمتگزار باشم، نه فقط به بشریت، ما باید به حیواناتم عرض بذاریم، احترام بذاریم، حیوانا رو نکشیم، درختا رو قطع نکنیم. ما این کره زمین که دست ماست، میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورن. ولی ما الان میگه دیگران کاشتند و ما خوردیم، گور بابا دیگران، گور بابا آیندگان. اینطوری نمیشه. یک کره زمینی به ما به امانت سپرده شده، ما باید این رو تمیزتر به نسل آینده تحویل بدیم. پیام بعدیش حفظ تمامیت ارضی کشور بوده و اینکه شما وارث یک تاریخی هستید، یک تمدنی هستید، شما وارث یک جریان تاریخی هستید و شما باید این تاریخ خودتون و فرهنگ خودتون و آداب و رسوم خودتون و اون چیزی که نمایانگر و نشانگر ایرانی بودن شما، آریایی بودن شماست، این رو شما به جهانیان عرضه کنید، نه با زور شمشیر مثل رومی ها، مثل یونانی ها، مثل چینی ها، مثل مغول ها، مثل مصری ها و مثل دیگران. نه، شما باید طوری رفتار بکنید که همه جهان بگن که خب این فرهنگ ایرانی ها چقدر قشنگه، چقدر مهمون نوازن، چقدر مهربانن، چقدر بزرگمنشن، و ما بریم تو دانشگاه های اونا تحصیل بکنیم، بریم مثلا کشورشون رو ببینیم، سرزمین آریایی ها رو ببینیم، سرزمینی که پر از پرندگان زیبا، پر از چرنده و درنده و خزنده و پر از انسان‌های شریف و پر از باغ و کوه و دشت و بیابون و چه و چه. خب این داریم کشورمون به این شکل نشون میدیم دیگه. یعنی به عبارتی کوروش بزرگ معتقد بوده که شما کاری بکنید که توریست بیاد تو این مملکت و ما هم بتونیم بریم به سایر سرزمین‌های جهان و نماینگر هر ایرانی، نماینگر مملکتش. یه منی که الان توی یه شرکتی دارم کار میکنم که تنها ایرانی هم، خب همه با انگوش منو نشون میدم میگن ایرانی ها. تو حساب شما، من هر روز صبح چشای پف کرده، دهم بوی گند عرق و آبجو و سیگار، ریشم هم در اومده و چلق و چلق با دمپایی دارم میام یاکوب مال نگاه کن ایرانی ها. این هم دیگه، چون بخار اونا منو به عنوان آدم میونه از یه سرزمینی میمونه. بنابراین من بیشتر باید سعی کنم به سر و وضع خودم برسم، بیشتر باید سعی کنم اونجا نشون بدم که داره چه فرهنگی هستم و یه جوری باشه که یه خاطری خوبی از، یعنی همکاران من 20 سال دیگه بگن ما یه همکار ایرانی داشتیم، بچه خوبی بود، با ما میگفت، میخندید، همکاری میکرد، به ما کمک میکرد، کارش خوب بود، ولام بود، چه و چه. بنابراین همه ما وظیفه داریم که به اندازه های خودمون فرهنگ و تاریخ خودمون رو و کشورمون رو و سرزمینمون رو به بیگانگان نشون بدیم. شما وقتی وارد اروپا میشید دیدید که چه قشنگه. خب این حکومتش و با همکاری ملتش باعث میشه که شما توی خیابونا آشغال نمیبینید، سطل آشغال هست، ماشین سواریاشون، رانندگیاشون چقدر با نظم و انضباطه و این جذب میکنه انسان ها رو که میان تو اروپا و ما هم اینجا در کنار نظم اینا بتونیم زندگی کنیم. خب این دو چیزی بود که ما کوروش، به باور من دو مسئله عمده‌ای بود که کوروش به ما یاد داد. اما پرسش، آیا ما توانستیم وارثان خوبی باشیم؟ توانستیم اون چیزهایی رو که کوروش بزرگ به ما یاد داد، توانستیم اون رو پیاده کنیم؟ با کمال تأسف وقتی به کارنامه خودمون نگاه میکنیم، من ملت رو محکوم نمیکنم، من نیومدم ایرانی ها شما رو محکوم کنم، بگم شما آدمای بدی هستیم، آدم خوب، چون انقدر تو سر ما زدن دیگه این کمال نامردی، بعد منم بیام جلو دوربین تلویزیون بشم تو سر شما بزنم. نه، حقایقو بگیم، بذارید رو درواسی ها کنار بره، فقط هدفمون این نباشه برای همدیگه فایل بفرستیم آقای احمدی یه شعری گفتم برای کوروش، آی کوروش کجایی، خیلی بدجوری نیستی که مثلا من امشب خیلی آدم گرفته. نه، اینا رو، این بازی ها رو بذارید کنار. فقط اینکه هفتم آبان بیاد و ما مراسم کوروش بگیریم، این به درد نمیخوره. یا یه سری دیگه اینقدر ابله تشریف دارن صدای شجریان رو میگذاشتن روی آرامگاه کوروش، اونم میگه آ چه دخلی داره به این جریان. نه، بنابراین بیایید و سعی کنیم هر کدوم از ما عاقل بشیم، عاقلانه با مسائل برخورد کنیم.
و نشون بدیم که ما چه عقبه ای داریم. عقبه ما از الحجاز نیومده، ما از تو طویله مکه و مدینه و نمیدونم از اون صحرای بیابانگرد بادیه نشین نیومدیم. ما یه آدم بی سواد بچه چوپونه که پدر مشخص نیست، یه مدت زیر بغل ابو طالب گرفته بوده، بعد ابو مطلب میاد، بعد طالبی فروش میره و خربوزه فروش میاد، بعد سر خلوچل بوده، بعد بخت بی پدر بی مادر بی فلان، بره بشینه تو غار یکی بشه چیز بکنه، نگاه کن خلوچل بوده دیگه، لابد مثلا میگه یکی داره به من میگه تو بیا بخون به نام خدا و چرت و پرت، و بعد این علمشنگه را بیاد که حالا بمب و موشکش بعد بخوره سر کله اسرائیلی بدبخت. بنابراین ما یه عقبه ای داریم، ما مثل رومی ها نیستیم، ما مثل هندی ها نیستیم، بت پرست باشیم توش کشور ما بت پرستی نبوده، ما یک تا پرست بودیم، ما کشوری هستیم که یک جریانی داشتیم، زرتشتی بود. حالا نگاه نکنه یه ده آدم ابله احمق میان یه جوری راجع به زرتشت میگن که تو حالت به هم میخوره، همش میگن برای اختون پختون نمیدونم یا سولته یا حولته نمیدونم دوموش بگید تکون بده، این با این جریان کار نده. اینا چون بعد از الان نزدیک 50 سال مد شده، هر کی میخواد بیاد بگه من جانشین اون جریان زرتشتم اعلام پیامبری بکنه، من اینا الکی بهتون نمیگم، حالا وارد بحثش نمیشیم، داخل پرانتز اینو گفتم، پرانتز بسته ولش کنید. بنابراین ما برای خودم یک تا پرست بودیم، کتاب داشتیم، کتاب نه آسمانی، اوستایی بوده، یه گاتایی بوده، حسابی بوده، کتابی بوده، پندار نی، گفتار نی، کردار نی، ما یه داستانی برای خودم داریم. چرا باید بیم بشیم امروز بهمون بگن امت اسلام؟ چرا باید بهمون بگن تروریست؟ چرا باید به این روز بیفتیم؟ خب هر کسی به اندازه مغز خودش، یه سری مغزا هستن مغز فندقیه، یه سری مغزا هستن یه ذره مثلا بنزه مثلا پسته است، یه سری میشه بنزه بادوم هندی، همینطور این مغزه بزرگ میشه، چاق میشه، لاغر میشه، اینا هر کسی به اندازه مغز خودش، بنزه شعور خودش، بشینه تو خونه خودش، خودش با خودش. من این حرفو میزنم برای بچه‌هایی که نقاشی میکشن نمیگم، من این حرفو دارم برای شما میگم که بالای 18 سالتونه، شما تا میشه 18 سال تکلیف میشه تموم شد، شما حق امضا داری، حق ازدواج داری، حق طلاق داری، حق تحصیل داری، حق کار داری، شما دیگه پدر مادر نمیتونی بگی، میتونی به پدر مادر وایس بگی من 18 سالمه، در نهایت شما پدر مادر میگه بابا خونه برو بیرون، من نمیگم من مرد شدم من اصلا بزرگ شدم، برو بیرون، تو 18 سالته، من دارم راجع به شما 18، حالا اینو میگم نگه چرا پدر مادرتون به اینا قانون چیزو دارم بین المللی رو بهتون میگم، نگه بی ادبی بکنی. بنابراین من اینو برای شما که بالای 18 سالتونه دارم میگم، چون زیر 18 سال که فعلا تحصیل داری میکنه چون ببینید عزیزان، هر کدوم از ما اگر خوب بشیم دیگری هم خوب میشه. ببینید اگر این آقای سیاوش عزیز من که اینجا نشستن در استودیو، اگر ایشون آدم بدی باشه، بد اونق باشه، آدم بدی باشه، آدم هر دفعه بیاد بگه وای الان من با این باید همکاری کنم، باید با این کار کنم، همش من ببخشید میشه شماره 6 رو پخش کنین، سب کنم الان پخش میکنم، خب ببین این همکاری قشنگی نمیشه. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ این انسان شریف خوب مهرب، من امروز تماس کردم گفتم آقای سیاوش من یه ربع دیرتر میام به خاطر اینکه ساعت ها به هم خورده، فهم اصلا ناردم نیم ساعت بیام، هر موقع خواستی به خود استرس وارد نکن. خب این همکاری متقابل خیلی قشنگه و ایشون داره به من درس خوبی میده، درس مهربانی میده، که من این درسی که از ایشون یاد میگیرم این درس منتقل کنم مثلا به بانو پرستو اصلانی، ایشون منتقل کنه مثلا به آقای ایرج ربیعی، آقای ایرج ربیعی مثلا اینو بده به آقای وطنخواه. ما آدمیم دیگه، همه باید اصلا یاد، مهم نیست شما چند سالته، مهم اینه که ما اصلا چیز یاد بگیریم، مهمی هستش که ما بشریت یه خانواده، ما همه یه خانواده، حالا تو ژاپنی هستی، اون یکی مصریه، من ایرانی ام، اون یکی مثلا ترکه، فرقی نمیکنه، ما هممون روی خونه ای داریم زندگی میکنیم که این خونه ها رو تبدیل کردیم به آپارتمان، آپارتمان اینجا آپارتمان ایرانه، اینجا آپارتمان مال ترکیه است، این آپارتمان، این خونه حیاتی مال ایتالیا است، ولی هممون روی کره زمین زندگی میکنیم، این اقیانوس ها همش وصل میشه به ما، این رودخونه ها وصل میشه به ما، زلزله ها رو همه جا اثر میذاره، وقتی یه جا جنگ، این بمبایی که میریزن رو هم دیگه، این اثراتش به همه میرسه، فقط تو منطقه اوکراین نیست. بنابراین عزیزان من، این مقدمه‌ای که براتون گفتم میخوام چی بهتون بگم، ما میهن پرستان، وقتی میگم ما میهن پرستان یعنی ما کسانی که اعتقاد به حفظ چارچوب کشورمون رو داریم، تمامیت ارض ایران رو داریم، ما معتقدیم که ایران بدون پهلوی یعنی سرای اجنبی،
ایران بدون پادشاهی یعنی تموم کارش. این مملکت از روز اول پایشی که کوروش بزرگ گذاشته تا روزی که هست همینه. ما نمیخوایم جمهوری بشه. خب این عقیده منه. یه دی میگن آقا این کهنه پرستیه، نه خیلی کشورها هم بودن پادشاهی بودن جمهوری شدن، اینم عقیده توه. پس بین عقیده من و عقیده تو یه فاصله ایجاد شده، اما شما دارید این فاصله رو، شما نه ما میهن پرستان، شما این فاصله ای که به اندازه یه خط بوده، مثل ریل قطار رو ببینید، دو خط موازی، بچه‌ای که ریاضیتون مثل من خیلی خوبه، دو خط موازی هیچ گاب به هم نمیرسن. این قانون ریاضیاته. تو دو تا خط موازی دارن میرن، این دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیرن. شما دو تا خط موازی رو دور کره زمین بکشید، توپ فوتبال بردار، یه خط بکشین ورش، یه خط بکشین ورش، این دو تا خط هیچ وقت به هم نمیرسن. ما دو تا خط موازی هستیم، داریم میریم، شما در راه خودت میری، ما در راه خودمون میریم. اما شما دارید این فاصله دو خط رو تبدیل میکنید به دشمنی و عناد و کینه و دارید دره ایجاد میکنید. خیال نکنید ما از شما کتک میخوریم، خیال نکنید ما از شما میترسیم، خیال نکنید ما چیزی به شما بدهکاریم. شما باید از ما بترسید، شما باید از ما کتک بخورید، شما باید از ما خجالت بکشید. ما از شما لاتر، چاقوکشتر، بزن بهادرتر، هر چی تو هستی منم هستم، تو مؤدبی منم مؤدبم، تو چاقوکشی منم چاقوکشم، تو لاتی منم لاتم، تو عربدکشی منم عربدکشم، تو فوق لیسانس و دکترا داری منم دارم، تو اهل بحث و گفتگو هستی منم هستم، تو اهل منطقی منم هستم، تو برای خودت یه سیستم سیاسی و یه تفکر سیاسی داری منم دارم، تو برای خودت یه ایدئولوژی داری، آره منم به اسم شما ایدئولوژی برای خودم دارم، منم برای خودم یه فلسفه ای دارم، من اسمش نمیذارم ایدئولوژی. اگر قراره که ایران رو با هم بسازیم، بفرمایید بشینیم با هم بسازیم، صاحب حزب و گروه بشید، زیر پرچم مشروطیت در ایران شما بیا بگو من حزب کمونیست دارم، چرا که نه، من حزب نمیدونم سوسیالیست دارم، چرا که نه، ملت تو رو قبول داره رای بده. مثل آلمان میگه نوینسیش گرونه، حزب نوت، حزب سبز ها، چپم 6% 5% هم رای میارن. اون میاد میگه سوسیال دموکرات ها، همینی که الان با آلمان داره حکومت میکنه، ملت اینو یهو میخواد رای میده با 38% میره حکومت میگیره دستش رو ائتلاف میکنه. اون یکی میاد میگه الترناتیو فور دویچلند، یک گروه دست راستی خوب ملی گرایی که حالا اینا بهش میگن فاشیست، جانشین برای آلمان به اصطلاح، خب مردم بهش الان رای دادن، خیلی هم داره رایش میاد بالا. یکی میاد میگه من سوسیال دموکراتم، یکی میاد میگه من نمیدونم دموکرات مسیحی ام، هر کسی مردمش رای میده. ما هم میتونیم مثل اینا باشیم؟ مگه ما خلوچلیم؟ مگه ما بی ادب و بی تربیتیم؟ بعد ما به اینا فرهنگ یاد دادیم. اینا هر چه دارن، این که نشسته میگه نمیدونم گوته، این که نشسته میگه سباستیان باخ، این که نشسته میگه بتهوون، اون یکی که اون خیابون بغلی نشسته میگه نمیدونم ژان پل سارتر، این یکی که این کوچه بغلی نشسته میگه روسو، اون یکی اونجا نشسته میگه نمیدونم ویکتور هوگو، اون یکی اونجا نشسته میگه نمیدونم چی. شما اینا اما دارین، ما 700 سال پیش خیام داشتیم، ما ابن سینا داشتیم، ما رازی داشتیم، اینا سند تاریخی، تازه ایناست که درشت داشت. حالا ما بلدی، ما رودکی داشتیم، ما فردوسی داریم، بزرگترین حماسه سرای جهان، ما سعدی داریم، ما حافظ داریم، ما خیلی بالاتر از شما هاییم. پس ما هم میتونیم درست بشیم، شما نمیذارید. چرا نمیذارید؟ چون تو اون مملکت نفت هست، گاز هست و هزاران هزار لوازمی که شماها احتیاج دارید. شما به خاطر چپاول و غارت منابع ملی ما رو به دلیل داشتن یک فرهنگی که توش احساسات عجین شده، احساسات درش درآمیخته، شما از احساسات ما سوء استفاده میکنی، ما رو به جون هم میندازین که خودتون بخورید. به طوری که چرچیل گفت، یا فکر کنم چرچیل، حالا به هر حال یکی از سیاستمداران معروف اروپایی گفته بود که ما منطق رو از شرق گرفتیم، احساس رو بهش دادیم. دیگه خیلی حرف بزرگیه این. ما همه چیمون رو تبدیل کردیم به احساسمون. احساس خیلی چیز قشنگیه. این اروپایی‌ها، من چرا بعدم میاد از اینا، مثل ماشینن، احساس ندارن. ما شرقی‌ها احساس داریم. ما با یه شعر گریه‌مون میگیره، ما با یه شعر خنده‌مون میگیره، ما با یه بشکن بلند میشیم میرقصیم، ما با یه ترانه یاد خاطره‌هامون میافتیم. اینا اینطوری نیستن، خیلی به ندرت نسل گذشته‌شون. ما
ما ملتی هستیم که همیشه عادت داریم ما ایرانی ها، ترک ها، عرب ها، هندی ها، چینی ها زمزمه همیشه میکنیم آهنگی که خونده میشه. ما اهل عشقیم، ما اهل شعریم، چون کشور ما، سرزمین ما سرزمین آفتابه. برای همینه که ما به صدای پرنده از صدای پرنده خوشمون میاد. برای همین که در اشعار ما میگن مهتاب. بعد شما به اینا بگو مهتاب، میگه مون لیشت یعنی چی؟ بعد دارو میگه آخو مهتاب که تا خیلی زشته، ولی ما میگیم دختره این مهتاب میمونه چقدر خوشگله. آقا نگاه کن الان کاره ما، نگاه کن چقدر زشته. اینا تمثیلیه که ماها داریم. ما عتل متل داریم، ما متل داریم، اینا ندارن این چیزا رو. ما مولا نصرالدین داشتیم، ما عبید زاکانی داشتیم، ما بزرگانی داشتیم در ایران که اون موقع اینا اصلا نمیفهمیدن جوک چیه، خنده چیه، شوخی چیه. ما طوری هستش که لهجه های مختلف شما ببینید، من خودم لهجه گیلکی براتون در میارم، اصفهانی در میارم، کرد، لور، آذری، نه به جنبه مسخره، به جنبه اینکه این نشون میده من عاشق این اقوام ایرانی هستم. یعنی چی؟ یعنی سید کریم مثلا ملت داشت مردم مسخره میکرد؟ این نشون دهنده این هستش که بعد میام به شما میگم آقا جوک میگن مردم اینا چرت و پرت، گوش نکنید به حرف هر آدم ابلهی. مسخره کردن اقوام با شوخی کردن با اقوام یه داستان دیگری است. اینا قوم ایرانی هستن، خون تبریزی تو خوزستان ریخته، خون بلوچ توی کردستان ریخته، خون کرد تو خراسان ریخته. همه ما همخونیم، همه ما همقبیلهیم، همه ما یه فامیلیم تو اون مملکت. کسی نمیتونه اقوام ایرانی رو مسخره کنه. این زیبایی مملکت ماست. میری شیراز اون لهجه قشنگش، میای اصفهان اون لهجه قشنگش، یزد و کرمانش، بلوچش، ترکمنش، تبریزیش، چه بدونم سنندجیش و غیره و زاله. بنابراین ما رو دروازی ها رو کنار بذاریم، تعارف ها رو کنار بگذاریم، ببینیم چی داریم چی نداریم. اساسا این اختلاف برای چیست؟ ما تا کی قراره با هم بجنگیم؟ من تا کی قراره بیام اینجا بیش شما بشینم، اصلا بیش شما نه، دو خونه خودم با دوستانم بشینم بگم خاک بر سر جمهوری طلبان، مرگ بر همه از همه قلبم میگم ها، مرگ بر همه جمهوری طلبان، لعنت به مصدق، لعنت به خمینی، لعنت به کاشانی، لعنت به اون روح اول و آخر، اون کیانوری، اون احسان طبری و اون اراذل اوباش. ما ایستادیم جلوتون، بگرد تو بگردیم. ما داریم یک عمر با هم میجنگیم، ما داریم ثابت میکنیم که شما خائنید، خیانت کردید به ایران. بعد شما اومدید میگید که آقا اینا یه مش افراطی ان، بر علی ما چاقو کشیدن. اصلا شما کسی نیستی ما علی شما چاقو بکشیم. شما بیگانه پرستید، شما نوکری. شما به هیچ کدوم از تاریخ ایران، شما به هیچ چیزی به ایرانیت، گهگاهی هم الان که زیر فشار میان پرستانین، گهگاهی هم یه چیزایی راجع به ایران و ایرانیت میگه که نه آقا ما هم ایرانی هستیم. مثل مصدقی ها مخصوصا زیاد خودشون میخوان به جریان ملی گرایی بچسبونن، در حالی که شما خائنید. شما رهبرانتون خیانت کرده به ایران، و به جای اینکه به یک عذرخواهی به ملتی که امروز شما اینا رو کردین تو صدر آشغال، نه ما میان پرستان، در زمان ما میان پرستان ملت ایران داشته در رفاه و آسایش و آرامش زندگی میکرده، دانشگاه های مجانی، بیمارستان های مجانی، کرایه خونه بسیار پایین، هنر، فرهنگ، تاریخ، ورزش، بخور بخور، همه چه سر جاش بوده. اشکالاتی هم بوده که همه دنیا داشته. شما از بعضی از اشکالات تو ذره‌بین انداختین روش، چنان بزرگش کردید که ملت خیال می‌کرد شاهنشاه نشسته تو خونه، هر شب صبحونه یه جوان ایرانی رو داره کباب میکنه، نهار دو تا جوان ایرانی رو کباب میکنه، شب سه تا جوان ایرانی. به قول جناب سیاوش، اعلیحضرت تونل زده از زیر کاخ نیاوران رفته اوین، میره اونجا و یه سری جوان ایرانی رو میزنه و حتما باید ببینه که اینا لش و پش شدن و درب و داغون شدن، خون رو ببینه تا شب بتونه بره تو اتاق خوابش بگیره بخوابه. خب این شما این چنین تصویری رو شما به نمایش گذاشتین که یه ملت رو کشیدین آورد خونه، یه ملت سیری رو که یارو کنار خونه و پنجات سیخ جیگر میخورد، حالا دیگه باید خوابشو ببینه. شما این بلا رو سر ما آوردین. بنابراین تا زمانی که شما به راه ما نیایید، ما با شما درگیریم، ما با شما در جنگیم. عوامل نفوذیتون رو بفرستی. الان نمونهش برای من خبرش اومد جناب سرنگ و از این که این برنامه رو گذاشتن در چیز لس آنجلس، خیلی هم به زیبایی برگزار شد. خویا تلویزیون به احترام جناب سرنگ، البته میگم تلویزیون یا تفیله اینتر آشغال، هم یه کوتاه 30-40 ثانیه با جناب سرنگ و از این هم گفتگو کردن و ایشون هم یه جابیچای محکم گفتن و که طبیعی هم هست. و اونجا مثلا اون پسره که جوانه که معلم روستایی که الان سرش میزنن تهش میزنن، همینطوری افتاده پشت ماتت میانپرستانو داره میچره و میخوره، مثلا اونم اونجا بوده. ما تو خیال نکن با تو با رفتن اونجا ما تو رو تایید میکنیم، نه، ما همه شماها رو خائن میدونیم، باید بدون کوچکترین شک و تردیدی و در برابرتون ایستادیم و از هر فرصتیم که استفاده کنیم ملت ایران رو آگاه میکنیم.
حالا به این بهانه کارو شروع کنیم، کارم زیاد، خدا کنه من شافن کنم. یعنی آقای مهندس بریم تو عکس ها 2 تا 7 که بتونم برسم امشب یه برنامه رو برای شما عزیزان بذارم که از این جریان بیام بیرون، بتونم با شما وارد کار بشیم. خیلی خرابه وضع، باید با شما خیلی سریع، چون تغییر و تحولاتی که داره در خاورمیانه به وجود میاد خیلی ناجور. آقای مهندس دست گل درد نکنه. خانم آقایون، از اول من بگم، من تحقیق کردم 99% این موضوع راسته. اگر دروغه منشه امیر میتونه بگه، من میام معذرت خواهی میکنم. منشه امیر در یک برنامه در طویله اینتر آشغال به نام چشمنداز که اونجا عکسش هم میبینید با اون افرادی که اونجا هستن، میگه دعوت از شاهزاده رضا پهلوی برای دیدار از اسرائیل یک دعوت رسمی نبوده. اما چی بوده؟ بلکه 2 تن از دوستان ایشان، یعنی دوستان اعلیحضرت که مقیم اسرائیل هستند، این دعوت رو به عهده گرفتن. یعنی 2 تا از دوستای اعلیحضرت زنگ زدن گفتن شاهزاده یا آقای رضا پهلوی یا اعلیحضرت شما پاش به اسرائیل مثلا اینجا با هم فالوده بخوریم. و خانم گیلا گامیلی که یک وزیر جزء اسرائیل، یعنی خانم هیچکاره بوده، یه وزیر معمولی اسرائیلیه که وزیر اطلاع رسانی و اینا بوده، سرپرستی این دیدار رو به عهده گرفته. سپاس آقای مهندس بعدی رو لطفا بفرمایید. خانم گاملیل، گیلا گاملیل، این گاملیل همون خانومی که همیشه بغل سر اعلیحضرت بود تن اون چند روز، این خانم گاملیل این هیچ کاره بوده و اعلیحضرت هم دو تا دوستاش دعوت کرد. خب بازم تکرار میکنم، اگر این حرف راسته که خب من الان جوابشو میدم، اگر دروغه منشه امیر بیاد بگه من همچین حرفی اونجا نزدم، سندشو بیاره که نگفته، من شخصا میام جلو دوربین تلویزیون عذرخواهی میکنم. آقای منشه امیر، این شمایید که میخواستید اون روز با اعلیحضرت گفتگو بکنید و ناراحتیتونم از اینه، نه فقط از این موضوع، این ناراحتی مال 10 سال پیشه که الان سندشو نشون میدم، که به شما اجازه ندادن با اعلیحضرت گفتگو بکنید و بدطوری شما عقده رو به دل گرفتید. آقای مهندس بعدی رو لطف محبت بفهمید. بله، که جلوتون رو گرفتن، خیلی هم سعی کردید، خود من خبر موثقشو دارم که شما 3-4 بار سعی کردید و حتی با یه شخصیت بزرگ اسرائیلی هم تماس گرفتید، نظامی، که ایشون موفق نشد که اعلیحضرت رو راضی کنه با شما گفتگو کنه. خب خانم آقایون، این سندیه که آقای منشه امیر دروغ میگه، این سند مال دولت اسرائیله که الان این چند لحظه اینجا بمونه شما ببینید. یکی از بچه‌ها لطف کرده ترجمه‌شو گفته، نمیدونم تو چی، توی گوگل نمیدونم چی، برها گفت من این ترجمه‌شو براتون فرستادم که آقای مهندس بعدی رو که لطف کنن، ترجمه اون انگلیسی است که اون پایینه، که اونجا نوشته مال دولت اسرائیل، ما مشتاقانه منتظر استقبال از شما در اسرائیل هستیم، یعنی از اعلیحضرت، که اعلیحضرت هم اونجا به انگلیسی نوشتن. حالا بریم تا چیزو نگاه کنیم، بعدی رو هم نگاه کنیم. حالا اینا دلیل داره ها که من اینا رو به شما نشون میدم که تکلیفمون روشن بشه و بفهمیم آخه چرا ما نمیتونیم به سری میز مذاکره بشینیم ایرانو نجات بدیم. چون اینا میگن آقا، اینا فقط میگن ما ایرانو دوست داریم، ما هم ایرانو دوست داریم. منم میگم شما جمهوری طلبان ایرانو دوست دارید، باش ما میخوایم ثابت کنیم که شما دروغ میگید. اون قسمتی که سبز، من اونو براتون میخونم، سبز خط کشیده روش، پهلوی در این سفر با مقامات ارشد دولتی، کارشناسان آب و کشاورزی و اقوام ایرانی دیاسپورا، نمیدونم یعنی چی، دیدار خواهد کرد. این خانوم چیز گیلا گاملی، عرض کنم گاملیا، این نماینده دولت در میزبانی از ولیعهد خواهد بود. خب و وی همچنین در همبستگی با جامعه بهایی از دیوار وی، یعنی اعلیحضرت، از دیوار غربی در اورشلیم و اماکن مقدس و باغ‌های بهاییان در حیفا بازدید خواهد کرد. در نهایت پهلوی سخنانی را بیان خواهد کرد که در آن دیدگاه خود را برای یک دموکراسی ایرانی که آزادی بیان و مذهب را تجلیل می‌کند، حفاظت از حقوق بشر، حفاظت از منابع طبیعی آن و سرمایه گذاری گنجینه خود را برای مردم ایران به جای گروه های تروریستی خارجی مانند حزب الله و حماس بیان میکند و جهاد اسلامی فلسطین و چوچه. این متنشه، اون متن انگلیسی اینه که عرضم با حضور شما
دولت اسرائیل ایشون رو رسما دعوت کرده، رفیقی آقای مهندس دست درد نکن بعدی رو لطفا بفهمید، رفیقی دوستی در کار نموده و اون خانم گیلا هم اون ایشون هم اونجا خیلی برای خودش وزنه ایه، یعنی همچنین یک کارمند جز نبوده، مثلا اونجا سپور نبوده به اصطلاح، ببخشید ولی چیز نبوده، گاملیل، خانم گیلا گاملیل، بله. حالا بریم بعدی رو با هم نگاه بکنیم. خب اگر این دعوت از طرف مثلا اصغر آقا و حسین آقا و محمد آقا بوده، خب از ایشون بغل دست رئیس دولت آقای نتانیاهو در اون لحظه رئیس دولت بوده دیگه، ایشون که اپوزیسیون نبوده، بغل دست رئیس دولت اونجا چیکار میکنه تو اون اتاق تک و تنها ها آقای منش امیر؟ و بعد این خانم گیلا که شما میگه هیچ کاری بوده، میشه بفهمید این خانم بغل دست رئیس دولت داره چیکار میکنه؟ و مشخص بحث چقدر هم داغه، یعنی اون عکاس لحظه رو بر عکس گرفته که خیلی عکاس بوده، این اوج لحظه است که عکس گرفته شده اونجا. خب آقای مهندس بعدی رو لطف موقت بفرمایید. پس این خانم گاملیل که اونجا نشسته، ایشون عددی هست که اونجا نشسته، یه دونه همجوری کارمند حلبی ساز نبوده اونجا نشسته بالا اونجا. آره آدم خوب نیست با عقده شخصی عقده‌های شخصیشو بکشه وسط به دلیلی که الان اعلام میکنم به چه دلیلی. خب اگر اعلیحضرت اونجا تشریف بردن، دوتا رفیق دعوتش کردن بریم اونجا با هم فالوده بخوریم و یه آب پرتقال با هم بزنیم، میشه بفرمایید که پادشاه مملکت اونجا در این حال با اون کلاه روسرش داره اونجا چیکار میکنه؟ اون همه خبرنگار و اون فیلم و اون ضیافت شام و تو ماچ بکن و ماچ بکن اینا پس چی بوده و این کدوم رفیق؟ آقا اعلیحضرت از این رفیقا چند تا دارین تو اسرائیل؟ دست درد نکنه آقای مهندس عزیزم. خب حالا بریم سر اولین قسمت آقای منشه امیر. چرا حالا آقای منشه امیر رو من به عنوان اولین شخص انتخاب کردم؟ روز کوروش دیگه، روز آزادی یهودیان از زندان بابل، که همین آقای منشه امیر در صدای اسرائیل روزای شنبه که میشد، عرض کنم خیلی ازت سپاس کنم جا مهندس، روزای شنبه که میشد این دعای یهودی ها هست، شنبه ها اونجوری دعا میکردن، یه آقایی هم بود که این دعاها رو داشت میخون، همین آقای منشه همی ترجمه میکرد که این داره به عبری چی میگه، که در تمام ترجمه‌هاش این بود که ما به شاه کوروش، شاهنشاه کوروش احترام میذاریم، خیلی مثلا دمت گرم و خیلی آی لاو یو، و اگه تو نبودی الان مثلا منم اینجا تو اینجا نبودم، فرنوش الان بغل دستم نبود، ماچوازی در کار نبود و بقیه داستان و چه و چه و چه، خودت گفتی من که نگفتم، درسته درسته. حالا مشکل آقای منشه امیر کجاست؟ 10 سال پیش یا مومنت الکی یه چیزی نگی، من باید اینجا نگاه کنم، اسکی موضوعی دارم خیلی شدید. 22 ژانویه 2010، 14 سال آده میشه 15 سال حدوده، 20 ژانویه که بیاد میشه 15 سال پیش، آقای منشه امیر دست به یه کار بسیار اشتباهی زد که در طول 7-8 سال این اشتباه رو میکرد، اما دیگه اشتباه رو رسما کرد. هر کی تجزیه طلب بود در 17 نمیدونم ژانویه بود چه بود، آورد رو خط و چیزاش هم هست، صداهاش هم هست. من طفلک طبق معمول، خب بچه های میانپرست اساتید من بزرگان من زنگ زن آقا برو رو خط فلان کن و توضیح بده و اعتراض کن. روانت شد تیمسار سپه بود پرویز خسروانی، ما رفتیم رو خط که با کمال تأسف این قسمتی که الان براتون میگم، ما از صبح تا حالا، یعنی از دیروز تا حالا هرچی دارم میگردم گیج شدم، نمیدونم تو کدوم آرشیومه، چون میدونم که داشتم، رفتم رو خط، آقا ما شروع کردیم به اعتراض کردن، منشه امیر هی صدای منو قطع میکرد، باز دوباره وصل میکرد، تا من حرف میزدم قطع میکرد، 3-4 بار این کارو با من کرد، ولی هیچ وقت این کارو با من نمیکرد، 3-4 بار این کارو کرد، دیگه من شاکی شدم، گفتم که خیلی خوب پس شما نمیذارید من حرف بزنم، هیچ اشکالی هم نداره، از همه میهن پرستان میخوام که صدای اسرائیل رو بایکوت کنیم، گفت بابا شما فلان و اینا، درگیر شدیم، درگیری لفظی پیدا کردیم، قطع کردم و تموم شد. و ایشون شروع کرد به من تهمت زدن که اینا مامورین جمهوری اسلامی، اصلا من موندم، من شدم مامور. و با 1001 که بعد من هفته بعدش که الان بهتون نشون میدم، من رو چیز میرفتم رو خط به اصطلاح تلفن برنامه های آقای توکلی عزیز رادیو یستون تگزاس، که این قسمتی که الان میشنوید مال اونه، اینا حالا دلیل داره که براتون پخش میکنم، نه دلیل اینکه من بخوام چیز به شما ثابت کنم.
اولین دلیلش اینه که تاریخی که هست، که تمام برنامه هست، هنوز جناب توکلی هم زنده هستن میتونن شهادت بدن. اول اینکه اون موقع که من اینا رو میگفتم، اینایی که شما مال دفتر تحکیمید کجا بودی؟ داشتید به خاتمی رای میدادید، داشتید برای موسوی، برای کروبی، همین پسری که معلم روستایی الان رفته خودشو چسبونده به جناب سرنگ وزین و مدام داره پشت سر میهن پرستان زر زیادی میزنه و غلط زیادی میکنه و اختلافات عمیقی رو ایجاد کرده، این بیشرف کجا بودید شما اون موقع؟ همتون تو دفتر تحکیم بودید، همتون تو اون طویله های انتخاباتی و چه بودید؟ بیاین به من بگید در همین تاریخ، من بیشتر نمیگم، اینم صدامه، در همین تاریخ بیاین به من بگید شما کجا بودید. بعد حالا دو سه سال از گرد را رسیدید، بعد به ما دارید تهمت میزنید؟ این رسم کجاست؟ شما خیال کردین چون تو جمهوری اسلامی بزرگ شدین هر غلطی دلتون بخواد تو خارج از کشور هم میتونید بکنین؟ یعنی با همون چماق بسیج که تو دست اعتمادی و قاسمی نژاد و کیانی و تو همون چماقی که تو دستتون بوده که رفقاتون دارن میگن، با همون چماقا رو گذاشتین تو چمدونتون آوردین خارج از کشور، یعنی آوردن تو خارج از کشور که با همون چماقا ما رو بزنی؟ اونم منو؟ آقای مهندس بعدی رو لطف مواد بفرمایید شماره 8 رو دستتون درد نکنه. ملت اینو با دقت گوش کنید، خیال نکنید منم، فقط گوش کنید. جناب رضا درود بر شما. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم رادیو. توضیح بدم که موضوع بحث امشب ما اساسا بر سر چیست. روز یک شنبه گذشته 17 ژانویه طبق معمول همیشه عده‌ای از تجزیه طلبان به روی خط رادیو اسرائیل اومدن و به خاطر حمایت‌های همیشگی آقای منشه امیر از برکت میکروفون مفت رادیو اسرائیل استفاده کردن و رسماً و علناً خواهان تجزیه ایران شدن. منم وظیفه خودم دونستم که مثل سایر میهن‌پرستان به روی خط رادیو برم و مراتب اعتراض خودم رو اعلام کنم. هرچند که میدونستم ترتیب اثری داده نخواهد شد مثل در سال گذشته، اما ما هم خب ساکت نمیتونیم بنشینیم، چون که مسئله تمامیت ارضی کشور یه مسئله ناموسیه و ما اجازه نمیدیم که مورد معامله اسرائیل و دیگر دشمنان ایران قرار بگیره. اما این بار مجری برنامه یعنی آقای منشه امیر که در اصل مجری سیاست‌های خارجی اسرائیل هم هستش و البته ما این موضوع رو سالیان سالی که میدونیم، موضوع جدیدی نیست. بس. چرا که به گفته خود آقای منشه امیر ایشون ابتدا یک اسرائیلی هستن تا یه ایرانی. بنده مراتب اعتراض خودم رو اعلام کردم، اما آقای امیر ضمن این که چندین بار صدای منو ناجوان مردانه قطع کردن، بلکه کاملا مغرضانه اعلام کردن که رادیو اسرائیل به همه وقت میده که هر کسی بیاد و سخنان و دیدگاه خودش رو بیان بکنه و این وظیفه رادیو اسرائیل، چرا که رادیو اسرائیل معتقده اولین اصل دموکراسی آزادی بیانه و ما اجازه نمیدیم کسی صدای ما رو قطع کنه. این یعنی دیکتاتوری و در ضمن رادیو اسرائیل با این کار یعنی دادن بلندگو به تجزیه طلبان داره بزرگترین خدمت رو به ملت ایران و به خاک پاک ایران انجام میده. یعنی ملت ایران بابت این خوشرفتی دولت اسرائیل که امروز زبان این دولت شده رادیو اسرائیل، حالا ملت ایران بابت این خوشرفتی تازه بدهکارم شده. اما زمانی که آقای منشه امیر با اعتراض شدید من مواجه شد و فهمید که من مثل پرویز قاضی سعید و عرضم به حضور شما سعید قائم مقامی و امثالهم نیستم که به خاطر یه مصاحبه شرف و ملیتم رو بفروشم، بعد از اینکه چندین بار صدای من ناجوان مردانه قطع شد تا به منده معنی آزادی بیان رو ثابت بکنن، دست آخر و در اصل بیشرمانه من و ما رو متهم میکنن که در خدمت رژیم اشغالگر اسلامی هم هستیم. چه کسی داره این اتهامو به من و ما میزنه؟ آقای منشه امیر که خودش 30 ساله در رادیو اسرائیل مشغول نفاق افکنی بین ایرانیانه و با زیرکی خاصی که ما از شخص منشه امیر سراغ داریم مشغول حمایت از بخشی از رژیم روزخونه که همین حمایت آقای امیر از اون بخش از آخوندها به اصطلاح میانه رو باعث درگیری 10 ساله خود من با آقای امیره که هر روز در رادیو اسرائیل خواستن یا عاشق رفسنجانی دوز یا خاتمی جنایتکار و حالا یه مشت آدمکش توده دوز به تروریست مثل موسوی و کروبی رو میخوام به ما تعمیل کنن. و وقتی که ما به عنوان معترض میریم روی خط رادیو اسرائیل، یا صدامون قطع میشه یا مورد تمسخر قرار میگیریم یا مورد اهانت و دست آخرم اتهام همکاری با یه مش آخوند دوز. تازه ما 3 دقیقه فرصت داریم که از شرف و ناموس و حیثیت و ملیتمون و هستیمون و
آنچه که داریم و نداریم دفاع کنیم، ولی روزی 1 ساعت 25 دقیقه آقای امیر و اون همکار بی سوادش فرنوش در طول روز مشغول سمپاشی بر علیه رژیم پادشاهی و حمایت از آخونده هستن. هیچ کس هم بهتر از خود آقای امیر نمیدونه که من بدون سند و مدرک حرف نمیزنم و هر بار که به رادیو اسرائیل تلفن کردم با یه چمدون سند و مدرک اومدم روی خط رادیو تا بازم به ملت ایران گزارش بدم. در اصل بنده به عنوان سخنگوی میهن پرستان روی موج رادیو اسرائیل میرم، نه به خاطر اینکه خودم رو مطرح کنم. کار من از مطرح شدن گذشته. آقای رضا بفرمایید، شما اگر بار دیگر رفتید روی خط آی شما نگفتید که من خودم صداش رو پخش کردم و ضبطش رو هم دارم که شاهزاده ما نماینده خبرنگار فرستادیم، یعنی خود منشه امیر خبرنگار فرستاده در ایران و شاهزاده رضا پهلوی زیر 2% طرفدار داره. آیا این رو شما گفتید که خودتون خبرنگار فرستادید در ایران یک خبرنگار اروپایی رو و ایشون تحقیقاتی که کرد شاهزاده رضا پهلوی کمتر از 2% طرفدار داره؟ اگر گفتم نه، اون وقت من بهشون میگم که کی گفتی، چه تاریخی و صدای نحسش رو پخش میکنم. درود به شرف شما آقای توکلی، درود به شرف شما. سپاس از شما جناب مهندسی هاش گرامی. این برنامه فکر کنم حدود 30-35 دقیقه بود، یعنی فقط در این ارتباط، که بعد 2-3 روز بعدش هم مجددا یه برنامه دیگه بود، چون اومده بود به ما بیشتر اتهام زده بود، که اونم حدود 30-35 دقیقه این برنامه. من فقط این چند دقیقه به عنوان اینکه ثابت بکنم حرفامو براتون پخش کردم و خدمتتون عرض کنم که همین آقای منشه امیر به فاصله این برنامه که الان شما از من شنیدید و برنامه بعدیش که 3-4 روز بود رفت با حالا با چه طریقی که من خودم اطلاعشو دارم اعلیحضرت رو آورد، حالا نه که مجبور کردم، به حال ایشون رو آوردن. ایشون تلخترین مصاحبه زندگیشو انجام داد، خیلی بی‌حوصله، و من سپاسگزارم از اینکه اعلیحضرت عرض کنم تحویل نگرفت. و این داغ دل شما آقای منشه امیر از همین تاریخ تا اینکه بیاید تو تلویزیون اینو بگی، تکرار میکنم اگر این حرفو نزدید به من بگید، من شرافتمندان اخلاق دارم، من مثل اون لگم فروش نیستم برید بشینید اونجا فحاشی بکنید راجب ایران آریایی و راجب ما که چند سال ایران آریایی شما رو پخش کرد. یک تشکر شما نکردید از آقای من، از آقای وطن خواه، از آقای سیاوش که وقتی رادیو شما رو پخش میکردن چه تصویرهایی به موقع میذاشتن اینا، و بسیار کار زشتیه، آدم یاد باید بگیره ادب داشته باشه، مهمی چه سن و سالی تشکر بکنه. و شما حقیقتش هم ایرانی نیستید، خودتون گفتید شما تو ایران واقعا متولد شده، شما گفتید من یک اسرائیلی هستم، اینجا سرزمین مادری منه، زبان عبری و فلان، شما اصلا ایرانی نیستی. این هر کی که فارسی حرف بزنه، خیلی هم فارسی حرف میزنه، مثلا اینا که دفتر تحکیم هم اینا هم تو ایران به دنیا اومدن فارسی هم زبان، اینا ایرانی نیستن، اینا نظر ما مثلا این محسن یادگار ایرانی نیست از نظر ما، یارو تو ایران مثلا خامنه ای هم علی شیری هم ایرانی نیست. به هر حال اینو پخش کردم. این چیزی هم که من گفتم معناشو نمیدونم، سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، فرمودن دیاز پورا. دیاز پورا یه لغت گویا یونانی است، به کسانی میگن که کشورشون رو ناخواسته ترک کردن یا مجبورشون کردن ترک کنید، مثل مهاجرت ارمنی ها در جریان عثمان ها، مثل همون که قوم یهود رو آواره کرد فرعون، یه همچین چیزی. معناش اینه که سپاس از جناب مهندس، یاد گرفتم من. این از این قسمت، بریم تو قسمت بعدی. آقای مهندس ازتون خواهش میکنم 9، 10 و 11 رو، 9، 10 و 11 رو، این 9، 10، 11 رو، این بچه های ایران دارن شعار نویسی میکنن، اینو نگاه کنید تا بیام ادامه برنامه رو داشته باشیم. نگاه کنید آقای مهندس، خواهش میکنم 9، 10، 11. حمایت
دکسری اتصابات سراسری هم وطن همراه شد جاوید شا. سوم آبان 2583 شیراز روز بارانی تمام به مناسبت زاد روز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان شب تولدشونه قربانه زنده باشی پیکر پاکشونو برمیگردیم جاوید شاه تمام به مناسبت زاد روز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان بگی جاوید شاه شاهرو برمیگردیم 4 آبان دیگه فرداست بفهم شما هم باید برید به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان بگی جاوید شاه بچه ها جاوید شاه درست میشه فهمم به مناسبت زادروز اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر بزرگ زهورامزدا پیکر پاکشون رو برمیگردونیم فرزندشون هم ولیعهد هم که پادشاه ایران هم به زودی بهشون میگردونیم سپاسگزارم بدرود سلامت بگه جاوید شاه به موقعش هم کف خیابون بدرود سلامت باش آب فرمایید به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ سلامت باش جاوید شاه جاوید شاه آب بفرمایید به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر خدایگان زنده باش جاوید شاه بفرمایید به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان بگی جاوید شاه به زودی پیکر پاکشون رو برمیگردونیم بله فردا واقعا روح شاد زنده باشید پیکر پاکشون رو برمیگردونیم فرزندشون هم ولیعهد هم پادشاه ایرانن برمیگردونیم جاوید شاه واقعا باید کف خیابونا باشیم خودمون کف خیابونا نجات میدیم جاوید شاه زنده باشید بگی جاوید شاه بفرمایید به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ پیکر پاک چه برمیگردون جاوید شاه بگی جاوید شاه جاوید شاه زنده باشید ایران نداشتن واقعا نداشتن ما که داریم و فرزند چند برمیگردونیم اونا نداشتن آها آماده هستیم واقعا کف خیابون آده وقتش ها دیگه همه دارن همین دقیقا امید فقط اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پله سومه انشالله جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه واقعا روحشون شاد باشه جاوید شاه برشون میگردیم به مناسبت زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان شاهنشاه رو برمیگردونیم جاوید شاه درود بر شما درود بر شما زادروز اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان فردا 4 آبان سلامت باشید بفرمایید شما سلامت باشید جاوید شاه بگی جاوید شاه درود بر شما سیاشی گرامی خب دیدید خانم آقایون این جوونا رو که دارن شعار نویسی میکنن یعنی خیلی راحت بهت بگم با همون یه ماژیک داره با جونش داره بازی میکنه این جوون رو دیدید شیرینی گرفته شکلات گرفته تو دستش تو شیراز تو بارون داره پخش میکنه خیلی راحت با جونش داره بازی میکنه این که نمیدونه یارو حزب اللهیه یارو ماموره یارو پاسداره ولی این رو لباس پاسداری تنش نیست تق موچشو میگیره میبره درسته قبول داری حرف منو شما که تو ایرانید بعد شما کشور رو نابود کردید که این جوون از جونش بگذره مثل اون جوونی که گفت برام گریه نکنید شادی کنید بخندید که این جوونا به این روز بیفتن که اون دختر نازنین بیاد بگی که شما یک درخت لجنی رو کاشتین که امروز ما باید میوه کثافت این درخت لجن رو بخورید شما این بلا رو بر سر ملت ایران آوردید بعد حالا اومدید به ما میگین چماخکش مأمور فحاش جلو اتحاد گرفتن بعد زیر علم توماج میرید سینه میزنید در حالی که
صدها هزار توماش توی زندان ها هستن، چرا فقط زیر علم توماش سینه میزنی؟ چون میدونید ماموره، چون 6 دفعه بردن زندان، 6 دفعه بهش گفتن بیا بیرون، 6 دفعه گفتن اعدام میشه، 6 دفعه گفتن آزاد میشه، 6 دفعه گفتن بکشین، 6 دفعه گفتن کشین. مامور بازی ملت سر کار گذاشتن، مثل جریان فوتبالی که ملت سر کار گذاشتی. مامورین، مامورین جمهوری اسلامی رو فرستادن خارج از کشور، بقیه هم تو داخل کشور ملت سر کار گذاشتن. بعد یکی مثل من جیگر کرده یا مثل کادر ایران آریایی اومده داره افشاگری میکنه، از همه طرف باید مورد فحاشی و دشنام و چه قرار بگیره زیر لبای چه اسمی؟ پادشاهی. دلیل پخششو دیدی؟ آها، در ضمن آقای منش امیر، همین تلویزیون ایران آریایی به خاطر شخص شما بیش از 150 تا 200 تا از بیننده های خودشو از دست داد. میدونی چرا؟ همشون زنگ زدن با آقای وطنخواه، اگه دروغ میگم بپرسید از آقای وطنخواه، اگه دروغ میگم آقای سیاوش همین الان لایو اینجا بیاد بگه آقا داره دروغ میگه. زنگ زدن گفتن ما دیگه کمک نمیکنیم، چرا؟ شما شدید نوکر اسرائیل. یه مدت انداختن تو دهن همه، من خودم یادمه 5-6 ماه برای خودم هم نیستم. آقای احمدی چیز ایران آریایی هم رفت، رفت شد نوکر اسرائیل. کیا؟ مزدوران جمهوری اسلامی سایبریا، اونام که دیگه پول نمیدادن همشون گوشتن رفتن. مثلا میگه مورچه چیه که کله پاچه چی باشه، ما خیلی وضعمون خیلی خوبه که 150 200 آدم هم اینطوری از دست دادیم، هر کدومشون 10 یورو 20 دلار 50 دلار 100 دلار حالا هر چی 10 شی کمک میکردن. کی میاد حالا تاوان بده؟ یه تشکرم نکردی مرد حسابی؟ شده مثل جریان تخم مرغی که مرد گرفت خونه ارزر، دو تا تخم مرغ بیا درست کن شکتو ندید ما بخوریم، هنوز داغ دو تا تخم مرغ تو معادلش میناموز. آقای مهندس عزیز من، بریم تو 12 و 13 دست گل درد نکنیم. حالا شروع شد برنامه، داشتیم گرم میکردیم، حالا سوتو داور زد، بریم تو بازی. متعلق به سازمان های مختلف مشتقا هست. من خودم عضو سازمان پایه‌های دموکراتیک و ایران هستم که با آقای دکتر احمدی کار میکنم. متعلق به سازمان های مختلف مشتقا هست. من خودم عضو سازمان پایه های دموکراتیک و ایران هستم که با آقای دکتر احمدی کار میکنم. حالا من سوالی دیگم اینه که خب یکی از اشکالاتی که وارد میشه نسبت به جریان پادشاهی مشروطه اینه که میگن این جریان عناصر تند و افراطی درشون هست که گاهی به نوعی با مسائل مواجه پیدا میکنن که خیلی های نگران میکنن، جریانات دیگه نگران میکنن. خلاصه اسباب یه سری نگرانی هایی برای آینده میشه که مثلا اگر این جریان فرض کنید اکثریتی بیاره و قدرت به دست بگیره مثلا چه خواهد شد. البته من میدونم که این جریان به خود شما هم تعرضات زیادی داشته، حالا راجع به این موضوع هم شما دیدگاهتون رو بفرمایید استفاده میکنید. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. خب جوان مملکت با بدبختی تو ایران داره شعار مینویسه، یعنی با جونشو گشته کف دستش داره برای بازگشت حکومتی که اینا زدن داغونش کردن به اسم جمهوری طلب یا حتی به اسم دروغین خودی امثال قوریزاده ها و لگن فروش دزد و منقلی ها و علازر اوباش، داره جونش گوشی کف دستش داره شعار نویسی میکنه، داره شیرینی پخش میکنه، داره میگه علازت برگرد ما جوان ها منتظرتیم. از هر 10,000 جوان 100,000 جوان 1,000,000 جوان ایرانی شک و تردیدی نکنید، شک و تردیدی نکنی که بالای 90% خواهان بازگشت پهلویه. شک و تردید هر کس غیر از این چیزی دیگه بگه مزدوره. آقا من تو مأمور آماری؟ آره من با سند در میزنم، من مأمور آمارم، آره میدونم، اخبارش داره تو دنیای مجازی برای من میاد. الان شما تو دنیای مجازی جرأت داری برو بگو دیگه شاهزاده فک تو خورد میکنه.
فجتو خورد میکنن. همینطوری بچه ها رفتار کنی. من جدی دارم به تو میگم، تازه تازه دارم ازت خوشم میام، دارم میبینم اون 999 تای رضا احمدیه مثلی که تخم مرغ جوجه هست میزنه تخم مرغ سوراخ میکنه میاد بیرون، دارم نوچاتونو میبینم. مبارزه اینه، اینه که من بهتون میگم، مبارزه اینه. ما با یه مش لاشخور چاقوکش طرفیم. اولی رو دیدید نوجاوید شاه گفت چی؟ گفت ما سازمان و فلان و بیستار اینا. خب این سازماناتون کوشن، پس چرا اظهار نظری نمیکن راجع به جنگ اسرائیل؟ مگه اسرائیل نمیده حمله کرده؟ و چرا حزب مسروخه؟ چرا بقیتون اظهار نظر نمیکن؟ چرا اینا که از دفتر تحکیم و اینا فرستن؟ چرا چیزی نمیگه؟ چرا همه لالن؟ فقط انگوش بره تو ماتت خادی لجن و انگوش بره تو ماتت زالو همتون سرستتون در میاد. چرا الان سرستتون در واسه انگوش تو ماتت دو تا تن لش؟ که چپ اسرائیل یکیش میشه مناجه امیر، میشه همکارش برنوش، که 40 سال راهی رو که صدای بی بی سی بونگای لجن فرکن بی بی سی رفت صدای اسرائیل رفت، ما میدونستیم میرفتیم رو خط میگودیم جاوید چه صدامون رو قطع میکردن. اوکی؟ زو قسمت دوم دیدید، اونی که خودیه بغل دست شاه مملکت داره تو فرودگاه قدم میزنه میگه نو جاوید شاه. من دیگه از این بیناموس نصیری چه توقعی دارم که رسما پاسداره، علنا پاسداره، اومده میگه از شاهزاده به تاجزاده، تازه میگه از تاجزاده به شاهزاده. این چقدر بچه پر روی بیناموس، آخونده دیگه، لوادکاره. بغل دستش کی میشینه؟ امیر طاهری. امیر طاهری، آقای امیر طاهری تو جوامع ایرانی به چی معروفن؟ به مشروطه خواه. در حضور مشروطه خواه یه بچه پاسدار، یه آخوند کثافت داره به میانپرستان توهین میکنه، ایشون نشسته داره نگاه میکنه. چه جوابی میده؟ جوابش هم من دارم، چرت و پرت. آقای امیر طاهری کی به شما توهین کرده؟ تو دنیای مجازی به شما فحش میدن؟ این چه دخلی به ما داره؟ من حی و حاضر با شما اینجا گفتگو کردم، الانم نشستم رسما هم دارم ازتون انتقاد میکنم. من چه توهینی به شما کردم؟ ما میپرسن چه توهینی به شما کردی؟ مگه هر کی تو دنیای مجازی بگه جاوید چه چارت فوش خوار مادر بده، باید بنویسینش تو کارنامه میپرسن؟ تو دنیای مجازی به ما هم دارن فوش خوار مادر میدن، به اسم طرفدار نظام پادشاهی به ما دارن فوش خوار مادر میدن، قطبیه به شما فوش میدن، بعدش هم از فوش ناراحت میشید؟ ناراحتی نداره. من اومدم تو وسط دریا، بعد میگن ای من چرا پاهم خیس شد؟ توی که مخواد تو رودخونه رجی معلومه پاد خیس میشه، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. من اومدم جونم واسه پهلوی گذاشتم، ناراحت بشم چرا من فوش میدم؟ هر کس ناراحت میشه یادش باشه که چه بلایی سر شاه مملکت آوردن. من غلط بکنم ناراحت بشم که کسی من فوش میده، شاه مملکت اون رو به قتل رسونده، حالا من بیام اینجا اینکه وای به من فوش دادم، وای فوش نکنه غلط میکنه رضا احمدی میبسه، غلط میکنه میبسه، دعوای بزنه بابا یه مش چاقوکش لاد بی سر پا سر کار داریم. یکیش همین الان بهتون نشون دادم، هر که پاسدار آخوند بیناموز از شاهزاده به تاجزاده فلون فلون شده ها، بلایی به سرتون بیاریم که با آفتاب بگید مشغولی خان این تو عمری و تو عمری ها نیست، تموم شد به من رو لولو بود. آره میدونید ناراحتیتون از چیه؟ ناراحتیتون از اینه که ما بیدار شدیم، بلدیم جواب بدیم. شماها اینقدر زدین تو سر ما، هی ما هیچی نگفتیم، ولی اینا چقدر تو سری خورم بزنین سرشون. حالا میبینی اینا جواب میدن، اینا دارن چه پررو شدن، آها دارن فحاشی میکنن. نه، ما داریم جواب 40 سال فحاشیاتونو میدیم، جواب 40 سال خیانتتونو داریم میدیم. ما دقیقا داریم فقط پاسخ میدیم، ما هنوز کاری با شما نکردیم، هنوز وسیله ای نداریم که با شما کاری کنیم. نه صاحب مملکتیم، نه ارتش داریم، نه شهربانی داریم، نه ژاندارمری داریم، نه ساواک داریم، نه مملکت با چیزی نداریم، نه بودجه داریم، نه هیچی. وقتی رفتیم ایران صاحب مملکت شدیم، اون موقع تازه میفهمید که ما چجوری جوابتون رو میدیم. آقا دیدید یعنی اعدام میکنیم؟ نه ما گلوله حیف به شما بزنیم اصلا. همین تو بیناموس نصیری رو میاریم تو دادگاه، میشینیم اونجا عکس ها و مداره که تو نشون میدیم، میگیم خب این گوای زیادی که میخوردی با جواب بدی. اینا چی بود داشته میگفتی؟ چه زری داشته میزدی اینجا؟ چی میگفتی تایزاده تا شاهزاده؟ پشت کی بوده بیناموس؟ اون رو بگو. من با ریشه کار دارم. کی تو رو تیر کرد اومده بود بیا اینجا اینه بگی؟ کی شماها رو گنده کرده بود به نسرین سیتو داره 3 سال 4 سال بکنی تو ماتت ملت ایران؟ کی گفته بود که بانوی ایرانی در حد معصوم قومی و نسرین سیتوده و نرگس توپل و آقای عبادی و بقیه ارازل و اوباش تنلش و اون یارو زنی که نمیدونم گلروب و چسروب و چسشیفته و کی زن ایرانی رو آورده در حد اینا؟ کی به شما اینو گفته؟ ریشه رو بگین. کی فاحشه رفسنجانی رو میآورد توی مجله جوانان عکسشو مینداخت تو همین لجن جلس فاحشه رو نگاه کنید با چکمه نشسته؟ کی
کی الاغ ماهی رو فرستاد خارج از کشور؟ کی اینو میفرسته پیش شهبانو؟ کی به اون مردی که میگه برو بگو لشکر پیاده تاجا سرت برداشت؟ خیلی داستان داریم باهاتون. خارمادر اونو با آتیش کشیدی، ناموس اونو به حراج بردید، کشورمو نابود کردی. خیال کردی الان دوران عمر خطابه که بیاد هر کاری با ما بکنه، با ما بگن غلام بچه بهمون تجاوز بکنن، بعد در روایت ها اومده و نوشته و تموم شد. اسناد و مدارکتون هست، صداهاتون هست، فیلماتون هست، عکساتون هست، این همه من توی 6 سال اومدم نشون دادم. ببین دست ملت چقدر چیز میسازه. ولتون نمیکنیم، این توموری اون توموریا نیست، دعوای جنگ نبرده، فکتون رو خود میکنین. راحت بهتون بگم همونطوری میزنیمتون که ما رو زدی، همون بلایی رو به سرتون میارم که به سر اون آوردی. این حرفا نیست، ناراحت میشی برو بکش پشت دوری. آقا مهندس عزیز، این دوتا رو دیدی؟ مومنت جلو شاه مملکت بگی نو جاوید شاه، بعد میگه من 124 تا همین امروز برای من خبر شما 124 تا سازمان و گروه مشروطه خواه داری، منم رئیسشم. خیلی خوب، پس کوشین، پس این کوشین، این 124,000 پیغمبرتون کو؟ 124,000 پیغمبر مگه نداری؟ سیاسی و نمیدونم سازمان و همتون هم عشق دبیر کل داری. دبیر کلا چرا برای روز کوروش، برای روز شاهنشاه آریامهر، برای روز اعلیحضرت پهلوی سوم چرا تو خیابونای جهان نیومدین بتره کنی؟ و چی شو؟ دروغ میگی؟ حلبی سازی؟ حقوقوازی؟ آقا مهندس عزیز من، بریم تو 14 و 15. حالا دو نفر که اسم خودشون رو گشتن خواننده به شما نشون میدن، خودتون قضاوت بکنی، تکلیف روشن کنی. بس دیگه، روز کوروش را جناب احمدی استاد تیم سار به شما و از قول منم به جناب وطن، خب بگو ای نامه که می روی به سویش، اجانب ما به ماچ رویش. من نامه رسونم، بس کنید از این دنیای مجازی. مبارزه اینیه که من بهتون میگم، مبارزه اونی که آقای وطنخواه دیروز بهتون نشون داد، تازه انگوش کوچیک رو نشون داد. آقا مهندس بریم تو بعدی، دست گل درد نکنه. چند رو گفتم؟ 14 و 15 رو. دست درد نکنه بچه، زنگم بذارید. ای والله میدونم تاریخچه‌شو، میدونم، رفتم مطالعه کردم. اینه که الان سر تعظیم فرود میارم بهش. دوید برتا، دوید برتا. آفر، بی خود آدم داروش نمیشه. میدونم تاریخچه‌شو، میدونم، رفتم مطالعه کردم. اینه که الان سر تعظیم فرود میارم بهش. دوید برتا، دوید برتا. آفر، بی خود آدم داروش نمیشه. میدونم تاریخچه‌شو، میدونم، رفتم مطالعه کردم. اینه که الان سر تعظیم فرود میارم بهش. دوید برتا، دوید برتا. شمال ایران یه شهری هست اسمش بندر انزلیه. قبلا بهش میگفتن بندر پهلوی و اسم واقعیش انزلیه. اینجا من به دنیا اومدم، 8 تا برادر و خواهر که من از همه‌شون کوچیک‌ترم، خیلی کوچیک‌ترم. خانواده من مذهبی نبودن، یعنی مثل بقیه خانواده در همون حد، ولی من خیلی اکسترم رفتم تو مذهب. ولی مثلا تا سن 18 سالگی حرفه‌ای قرآن میخوندم، درگیر مثلا کتب مذهبی شدم و میخواستم خوب بدونم. من هنوزم قرآن میخونم. اولین شروع حرکت موسیقایی با قرآن بود. تموم شد اون دوران که از زن و زندگی و خونه و فلان اینا میزدن بالا، تمام وجودشون رو فدای کار حزبی و
دوری میکردن. اون دوران ما دیگه نمیبینیم. من و توی نوعی که امروز به این و به این و به گروه سیاسی فوش میدیم میگیم آ فلان کردم به سر کردم، بره ما اتفاقا بیرون گودیم. گروهی که 30,000 تا کشته داده، واسه ما چه میفهمیم اون چی کشیده؟ ما چه میفهمیم که اون در چه شرایطی کار کرده؟ 10 نفر امروز نمیتونیم جمع بکنیم. به یاد 30,000 گل سرخ انقلاب ایران یک دقیقه کف بزنیم. اشکال فنی بود آقای مهندس با چه گرفتاری اشکال حرکت بی نهادازه. سپاسگزارم جناب مهندس عزیز. به خدا میگم نمیدونید با چه ایشون این فوش همته ننشسته تلق و طلق و تلق و گیتار نمیزنه جمعه ها خونجای بارون میشه که خیلی داره زحمت میکشه، خیلی خدا حفظش کنه. سپاس از شما همینان عزیز که میاد و تشکر میکنید از آقای سیاوش، آقا هم دستش درد نکنه. خب شعار نویسی های جوان ها یادتونه؟ با ماژیک دستاش چجوری تفلک میلرزید جاوید شاه؟ ولی مقتدرانه دوتا جوان رو دیدید؟ به اعتصابات به پیوندون و فلان شعار نویسی هایی که براتون میان پخش میکنم 4 دقیقه با یه سرود، 3 دقیقه خوبی نزید 4 دقیقه سرود تلق و تلق و اکس ها رو به هر 4-5 ثانیه رد میشه. اینا هر کدومشو یه ایرونی این کارو کرده، یه دختر پسر این کارو کرده ها. یعنی کار 10,000 تا آدمه. این فرخیان نکنه این یه نفر برش این کار کرده، از شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، رضایه، اردبیل، رشت، آمول، نمیدونم سمنان، همینطوری اومده این عکس‌ها بغل دست هم نگه مثلا یه محله تو تهرون. اینا با جونشون دارن بازی میکنن. دیدی اون جوانو داره شیرینی بخش میکنه، شکلات میده تو شیراز، اینا میشینن جلوی تلویزیون اینا رو نگاه میکنن. گول نمیخورن؟ گول شاهی نجفی رو نمیخورن؟ گول داروش اقبالی رو نمیخورن؟ بعد میگی من هنرمند سیاسی هستم، بعد نشستی میگی که یه تیکه از این مصاحبهش متاسفانه نیست، پاک شده است، پاک شردن است، که میگی من خیال میکردم پرچم شیر و خورشید متعلق به یه گروه خاصی، یعنی پرچم شیر و خورشید مال ما سلطنت طلبان، مال پهلوی هاست. بعد خودت داری میگی من رفتم مطالعه کردم، مطالعه کردی که پرچم شیر و خورشید چیه و فلان اینا. بعد قبلش میگه من خواننده سیاسی هستم، خواننده ای که ادعا میکنه میگه من خواننده سیاسی هم نمیدونه پرچم مملکت، تاریخ پرچم مملکت چه نمیدونه. کتاب احمد کسروی 30 صفحه هم نیست، لاغرترین کتاب در مورد پرچم که بری بخونیدش. بعد چطوری میرفتی اون بالا میگفتی پریا گشنتونه، پریا تشنتونه؟ پس چرا اونجا میگفتی کفتر کشته که پروندن نداره؟ پس چرا میری اونجا میشینی این چیزا رو میخونی؟ بعد ملت بیاد بیفته دنبال تو. بعد امروز بیه بری بشینی بغل دست یه تجزیه طلب کسافت که پشتش پرچم چیزه؟ پرچم کردستانه؟ ای ملتی که میری تو کنسرت اینا، اگر یه عکس از من ببینید، از آقای وطن خواه ببینید، چیزی ندیدید اومدید میگید ما شدیم نوکر اسرائیل. اگه یه عکس از من ببینید پشت من پرچمش یارو کردستان حال مال هر کسافت آبادیه، میدونی چه شلواری از ماها در میارین؟ شما فقط زورتون رسیده به ما، از ما دیواری کوتاه‌تر بنا کنی، ولی زورتون به اینا نمیرسه چون اینا گردن کلفتن. تازه تو کنسرتشون هم میرید، بعد توقع دارین شاه مملکت برگره بیاد به شماها حکومت بکنه، بیاد بشه شاه شما؟ و بعد چقدر من باید ابله باشم بیام به شما بگم بریزین تو خیابونا 1,000,000 بگین جاوید شاه؟ کدوم 1,000,000؟ کدوم 1,000,000؟ این بوز، اینم دوز، دارم نشونتون میدم. این شما ملتید. چند هزار جوان تو ایران میره شعار نویسی میکنه؟ چند از اون جوانایی که تو تهران هستن، 15 میلیون جوان، چند تاش مثل این جوان پیدا میشه بره رو پل هوایی برسه جاوید شاه؟ چند میلیون ایرانی توی شیراز زندگی میکنه؟ چند میلیونش جوونه؟ از اون چند میلیون چند تاش اومدن شکلات دادن به دست مردم؟ بعد فقط بیای شکلاتو برداری بخوری بعد دیگه چرا؟ چون همه تو نشستین توی یارو سایته چی چیه، بعد اومدید به ما میگید که آقا آقای احمدی با آقای وطنخواه بگید بابا ول کن این هاتبردو، بیا رو یارو چی چی ترکمن نمیدونم چی چیزایی هست، من نمیدونم چرا بیای اونجا. فیلم ترکی اونجاست، فیلم سکسی اونجاست، فیلم وسترن اونجاست، اونجا حاله که آقایم بری بنویسید آری ایران آری چی میگه یارو احمدی هست و هر رشته هست بابا ولش کن تو میری بذاری یکی کانا که ما رو از رو حاتبت بکشیم بیاری اونجا ما رو تبدیل کنه به تنلشای مثل خودتون. و
وقتی بهتون میگم مدیریت این سنگر 21 کارش، آقای وطنخواه دمش کرد، نه زیر بلیت تبلیغات چیا رفت، آقا اینا تبلیغ میدیم منشون بعدش میاد آقا بی تبلیغ بده $5,000 بده اینا واسه تبلیغ کنه. خب ولی این پرچم هم نذارید اینجا، نه زیر بار اون تبلیغات چیا رفت، نه زیر بار اینکه نریم تو هاتبرد. من هاتبرد خیلی گرونه، میتونه ایشون نکنه این کارو مثل بقیه برن بشینن تو اینترنت. چرا؟ چون بقیه هدفشون حفظ جمهوری اسلامیه. لگن فروش دوز علی منقلی، علی ساربون، اون آشغال تو لندن، این کسافت تو لجنجلس، این شمس الله سیمکش، اینا هدفشون نگهداری جمهوری اسلامیه. بابا خواننده سلطان قلباتون رو برید بشینید نگاه کنید تو اینستاگرام، برید ببینید به کیا داره درود میفرسته، برید ببینید. از شاهنشاه بالاترین مدال چیز موسیقی رو گرفت در بازی‌های آسیای تهران. یک بار نرفتم در خونه شاه مملکت بگن آقا ما معذرت می‌خوام، ما هر چی داریم صدقه سر. من اگه شدم ستار، من شدم داریوش، من شدم هرکی، من شدم بهروز وثوقی، دولتی تصدق سر کی بوده؟ شاهنشاه. بعد میگی مصدق میری میشینی تو طویل صدای امریکا میگی مصدق پول بیدی تهاویماشو خودش داد رفتا نیویورک. خجالت نمیکشی؟ شما اینقدر ما رو گاگول حساب کردین، اینقدر ما رو بیشور حساب کردین. آره دیگه بیشور حساب کردین که این حرفا رو میزنین. چرا؟ چون ما نشون داده بودیم که بیشوریم. نه ما بیشور نبودیم، ما وسیله نداشتیم، الان صاحب وسیله شدیم. همین یه وسیله پدرتون رو درآورده. چرا؟ چون ما یک تنه ایستادیم در برابر اینتر آشغال، بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، بنگاه لجن پراکنی صدای آمریکا، بنگاه لجن پراکنی لگن فروش دوز، بنگاه لجن پراکنی شمس الله سیمکش، بنگاه لجن پراکنی علی ساربون، بنگاه لجن پراکنی 77، بنگاه لجن پراکنی فردا، بنگاه لجن پراکنی شمرون، بنگاه لجن پراکنی پسوردا. ما در برابر شما بنگاه‌های لجن پراکنی ایستادیم، برای همین سوختیم. میگیم بابا هر جوری است که نارنجی که بزنی توی ایران آریایی، مگه نمیایین تفرقه نمیندازین؟ مگه یار و غاراتونو نفرستاده بودین اینجا؟ با بقیه داستان دیدید که نگرش داشتیم؟ تو چشمتون کوش با نگرش میداریم تا سقوط جمهوری اسلامی ایران آریایی هست تا دندتون نه. اگر این ایرانی های میهن پرست خارج از کشور گذاشتن اینجا تعطیل بشه، من رگمو میزنم، سرمو میزنم. این دوتا خوانندش، اینا این جوون اینا رو میبینه، جوون اینا رو میبینه، گول میخوره. جوون گول شاهین نجفی رو میخوره، بعد میاد بهت میگه من 1,000,000 فالوده دارم. از کجا؟ با $2,000 برو. من میخوام الان بهتون ثابت کنم، من بهتون ثابت کنم همین کانال تلگراممو در عرض 2 ساعت برسونمشون 100,000 تا. کانال دی $200 خودشو من برام آقا $200 بده ما ممبر تو منبر تو ببینیم وسط بالا. من حلش نیستم که یکی اومد این کارو کردم تو دهنش. آقای مهندس نوجاوید چهار رو دیدید؟ خواننده هاتون رو دیدید؟ هم تو دونه دونه آقای طاهری رو دیدید؟ اون یارو نصیری دیدید؟ دونه دونه با هم بیان جلو. روز کوروش دیگه، خب بفهمید ما از کوروش یاد گرفتیم. فقط کوروش روزش مبارک، کوروش آسوده بخوا، ننه آقا داره هم یا اینا که پخش میکنید تو دنیای مجازی حلبی سازیه، خودتون رو دارید گول میزنی. دیگه برای من اسکناس نویسی نفرستید، دارم بهتون میگم اسکناس نویسی و صدا ضبط کردن تو خونه مال زمانی بود که شماها از اون قالب بیاید بیرون. حالا دیگه تو خونه صدا ضبط کردن براتون عادی شده، تو خونه عکس شاهنشاه رو گذاشتن عادی شده، اسکناس نویسی عادی شده، تموم شد. مرحله به مرحله باید بریم جلو. 6 سال زحمت کشیدم که شعار نویسی یا بنویسین جاوید چا رو پولا چه دستاتون میلرزه. الان دیگه عادی نشستی پولا رو چیدی داری مینویسی، بس دیگه. این دیگه جواب نمیده. تو خونه صدا ضبط کردن بس دیگه جواب نمیده. حالا تو خیابون باید بیاید، حالا باید بیاین تو خیابون. میاین ای والا بازی رو بردید، نمیاین این خط این پا خطش. بچه‌هایی که صدا ضبط میکنید این تیکر رو ضبط کنید پخش کنید. این حرف رضا احمدی امروز در روز کوروش بزرگ 7 آبان ماه 2583 شاهنشاهی، اگر آمدید تو خیابونا با عکسای اعلی حضرت و جاوید شاه گفتید ملت کشورتون خودتون و کشورتون نجات میدید. خب چون من نمیتونم بگم کشورمونو چون من تو ایران نیستم، اما اگر همچنان بنشینید به همین رویهی که دارید ادامه میدید ادامه بدید، شک و تردیدی نکنید. هرچی هم بهتون گفتم همون شده، گفتم بد بلاهای سرتون دارن میارن، بد بلاهای سرتون میارن، درسته؟ اگر ایران تجزیه نشد گردنم اومد میزنم، بذارید به صراحت بهتون بگم. این حمله اسرائیل پشتش داستان خوابیده بالا اونجا، اون نیمده تجزیه کنه ها، اون را رو باز کرد.
اسکندر مقدونی راه رو برای اروپایی‌ها باز کرد. اگر اون موفق نمی‌شد وارد مرز ایران بشه، هیچگاه ایران اشغال نمی‌شد، مسیر تاریخ ایران عوض می‌شد. اسکندر آتش زد به مسیر تاریخ ایران. اسکندر باعث ورود عرب به ایران شد. برید از تاریخ نویسا و تاریخ نه عباس شاخانه، اونایی که حالیشونه تاریخ خوندن بهتون میگن من دارم چی بهتون میگم. اسکندر مقدونی باعث شد عمر خطاب روش باز بشه به ارتش خسرو پرویز حمله کنه. اگر داریوش سوم در به در نمیشد، فرار نمیکرد، بزدلی نمیکرد، ما به این روز نمیافتادیم. چرا بزدلی کرد؟ چون تنبلی کرد، چون دست کم گرفت یارو رو. اگر اون بلا سر اون نمیومد، هیچ وقت خوارزمشاهیان بازی رو نمیباخت به مغول، به چنگیز. آقای مهندس بریم تو 16 و 17. لعنت به روحت خمینی که به این بچه ها هیچی یاد ندادی. شما نیاز به مشاور داری، شما نیاز به متخصص داری در همه زمین ها. روانشناسی نیاز داری، تبلیغات نیاز داری، مدیریت نمیدونم فعالیت ها نیاز داری، دیزاینر نیاز داری. بابا همون کاری که همه تو آمریکا میکنن تو هم نیاز داری. اگه میخوایی وارد این بازی بشی باید از اینا برخوردار باشی، نه اینکه رشته کارت دسته. شما بین این دو نقش مدام در نوسانید، یعنی گاهی چنان عمل میکنید که گویی پادشاه مشروطه هستید، گاهی چنان عمل میکنید که میخوایید در هیئت یک رهبری برای گذار ایران به دموکراسی از این حکومت ظاهر بشید. این دو تا با هم به نظر من جور در نمیاد. ضمن اینکه باز من یک انتقاد به شما دارم، شما هر کدوم از این دو نقش رو بخواید بپذیرید، چه پادشاه مشروطه بخواید باشید، چه بخواید یکی از رهبران مؤثر یا رهبر مؤثر در گذار دموکراسی در ایران باشید، شما نیازمند این هستید که اطرافتون آدمهایی باشن که جامعه بشناسه، حداقل یک تشکیلات حداقلی باشه. الان همه چیز به خود شما منتهی میشه. ما نمیدونیم مشاور اقتصادی شما کی است، مشاور سیاسی شما کی است، مشاور فرهنگی شما کی است. جامعه نیاز داره که برای اینکه به یک رهبری اعتماد بکنه، به یک شخصیت اعتماد بکنه، افراد استخاندار، افراد که ایشون به معتمد و اطراف او ببینه. ما این رو متاسفانه در اطراف شما نمیبینیم. حالا اگر بحث دادن بکنیم حتما آقا قاسم جان سوالم اینا به نظام سلطنتی خیانت میکنن، اینا به شاهزاده رضا پهلوی خیانت. اون پس فطرتی که میاد میگه موسی خیابانی تروریست، شرم باید بخوره، دهنشو باید آب بکشه. اونا که برای مملکت مبارزه کردن، اون کثافت هایی که اون موقع زالوهایی که پول مملکت رو برمی‌داشتن فرار می‌کردن، اونایی که تو خونه هاشون چپیده بودن، اونایی که هیچ غلطی نمی‌کردن، اونایی که حتی در کنار شاه بودن می‌خواستن از شاه بکنن و ببرن برای خودشون، همشون دستشون دراز بود. اون موقع موسی خیابانی تو ایران وایساد، جنگید و مبارزه کرد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. با هم اومدیم جلو دیگه، درسته؟ هنرمند بهتون نشون دادم، هنرمند دیگه خودشو میگم هنرمند، نه نظر من، خودشو میگم خواننده. هنرمند خواننده هنرمند نیست، هنرمند ترانه سراست، هنرمند آهنگسازه، هنرمند تنظیم کننده است. اینو یاد بگیرید، خواننده هنرمند نیست، به شرطی هنرمنده که کلاس موسیقی رو کامل دیده باشه، مثل استاد بنان. اون هنرمند بود، ایشون هنرمند روانش شد. حالا مومن خواننده بهتون نشون دادم، روزنامه نگار طاهری رو به آقای طاهری رو بهتون نشون دادم. اینا کسانی هستن که از این طویله به اون طویله، از این جا به اون جا، دهنا گشاد به ایران آریایی زنگ میزنن، فحاشی میکنن، تهدید میکنن به ماها. خب دیگه براتون خدمتتون بگم، شعار نویسی بچه ها رو براتون نشون دادم. خب من جوون نشستم تو ایران، میخوام بیام تو خیابون، در طویله ها رو باز میکنم، اینا رو میبینم،
تو جمهوری اشغالگر اسلامی به دنیا اومدم، تو جمهوری کثافت اسلامی مدرسه رفتم، تو جمهوری کثافت اسلامی دانشگاه رفتم، تو جمهوری کثافت اسلامی سر کار رفتم، تو جمهوری کثافت اسلامی ازدواج کردم، دارم زندگی میکنم. این مسئول دیگه 45 سال. خب درونم هم میهن پرسته، چون ایرانی ها بنمایه شون ته 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 قلبشون مثل آلمانی هست. این آلمانی ها یه روزی یه دوست دختر آلمانی من داشتم به من گفت، گفت تو اگر داشت دستش توی کوف شده داشت خورد و خوراک خونه من داشت کوف میکرد کوف بخوره، گفت تو ته ته دل ما آلمانی ها رو نگاه کنی ما ضد خارجی هستی، اصلا تو نمیدید لغمامون تو جلوم. گفتم دمت گرم راحت باشه، دوغم بخور روش، اتفاقا دوغم گرفته بودم. گفت نه 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 منظورم تو نیستی. گفتم بس من چیه، من آلمانی هم؟ گفت نه ایرانی ها یست دیگه هم. گفتم خواهی من رو ترک هم؟ گفتم ترک ها یست دیگه هم. ما بنمایمون ما ایرانی ها اون ته ته دل و روده و معده و جگر بغورمونو که نگاه بکنی ما میهن پرستیم، ما عاشق ایرانی. ببین یه بچه کرموشا وقتی میاد تهران، من دیدم آقا اینو بهتون میگم، یه بچه مثلا اهواز که میاد تهران، یه بچه از بندر لنگه که میاد تهران، از هر جا بشه از تبریز میاد تهران، احساس قربت دارن. مملکت شما احساس قربت داره، میخواد برگرده، برگرده شهر دیارش. ما عاشق شهر و دیارمونیم، ما عاشق شهرامونیم، ما عاشق مملکتمون. شما باورتون نمیشه، من یکی از آرزوام برم بازار رشت بوی سیر، یه ماهیای داشتن شور بود خیلی خوشمزه، شما تا میری یه کاسه از اون ماهی میزن رو میز، یادم افتاد اسمشو، اشبر ماهی نمیدونم چی. من با لهجه خود اونا باهاشون صحبت میکردم، عشق میگه بعد میگه بچه تهرانی ولی دمت گرم. من فقط یه بار دیگه این صحنه رو با این بچهای شمال برم ببینم. ما عاشق ایرانیم، ته دلمونه که نگاه میکنی، درست بعضی موقع من پرخاش میکنیم یا اوبرو میداره، ولی ما عاشق ایرانی، ما عاشق اون بازار تبریزم، سر زون اون کبابا رو که باد میزنن و اون سماقه رو میریزه روش، یعنی هیچ جای دنیا کباب به این خوشمزگی نیست. اما اون بچه‌ای که این عشق تو وجودشه نشسته داره شماها رو نگاه میکنه، چه خاک به سرش بریزه. نه شماهایی که اینجا نشستین این مزخرفاتو میگین، کاری کردید که اون جوون دختر پسر میهن‌پرست نشده مرغ که قد 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 تخ بکنه، نشده خروس که بپر اون بالا بگه قلقل قوقو. شما ملت و استخون لازخ واسش درست کرد، مثل آدم که تجدیدی آورده در وا میکنه، این اومده نشسته داره فوش میده به کسایی که به موسی خیابانی مثل من به ما داره میگه بیشرف ها بیشرف جد آبادت بیناموس. موسی خیابانی جوانا گول نخوریم، موسی خیابانی یکی از شناخته شده ترین تروریست های جهان بود، بین المللی بود، مثل آب خوردن واسه آدم میکش، مثل خر عرق میخورد، جیگر دیگه نداشیم این آموز. من دیده بودم این حروم لقمه لات چاقوکشو، جدا لات چاقوکش دعوایی بود، ده نفر واسه میخوابون. ابریشمچی خیلی سوسول بود، اونم تروریست بود، سوسولشون بود، همون که زنشو داد به یارو مریم رو من پاسکاری کردم. اون مسعود رجوی پشه رو هوا با کالیب 45 افسری وسط میزه، همه شو تروریستن اینا. خب بعد از شماها چی یاد بگیرن؟ فحاشی، اتهام، تهمت زدن و این چیز. بعد اون خواننده شون هم که میره بالاش کشیده توپ به توپ، حالا نوش جونش به خودش رب داره. خب من چه فرهنگی یاد بگیرم؟ چی یاد بگیرم؟ یه اون دختر خلو چله میاد میگه فوش خوار مادر میده به اسلامتون، لعنت به اون دینتون. این چیه؟ این اکبر گلپایگانی، بنان، شهیدی، خانساری، اونا اون بخش موسیقی اصیله بذاری کنار، ستار، کوروش یغمایی، مازیار، خواننده های جاز، هایده، حمیرا، اون بخش اصیل ایرانی، اینا رو از من گرفتن. ببین چی به من دارن میدن؟ پرسپولیس و همایون بهزادی رو از من گرفتن، پرسپولیس علیدایی رو به من دادن، تاج ناصر حجازی رو از من گرفتن، این استقلال رو به من دادن. خب من از کجاش براتون بگم؟ سینمای فردین و ملک موتی رو از من گرفتن، سینمای یارو ارجمند رو به من دادن، فروزان از من گرفتن، معناس چسونه رو به من دادن. بعد به من میگن که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کن. چرا من باید این کارو بکنم؟
اگه من از تو طویله قجر اومد بودم تو طویله جمهوری اسلامی، ای والله قبول دارم، خودم هم شوک میکردم، گفتم از اون صدیق خانم و خاتون پاتونا بود که سیبیل دارن و با اون پاچه گشاداشون و پاچه کلوفتاشون که مثلا خوشگلش مهد اولیا بوده، خیلی دم معصوم قومی گرد بابا، این خیلی صوفیا لورنه. منو از فروزان و پوری بنایی و نوری کسرایی و سپیده و نیلوفر و اون خانم آرام و اون هنرپیشه کتایون و اون هنرپیشه خوشگلی که اصلا به عشق سر صورتشون، همین خانم آله، ما به عشق صورت و جذابیت اینا میرفتیم تو سینما فیلم ببینیم، اونا رو از من گرفتن، یه مش انوگو دادن به من، میگن برو این انخانوما رو نگاه کن. ما اصلا به عشق فردین میرفتیم که این سینما روشن میشد، فردین میمد رو صحنه، رضا بیکمامردی، منوچهر بوسوق، ملک موتی، موتیمار، آقای همایون، اون هنرمندان کمدی ما، میری، تقی ظهوری و دیگران، اون مملکت دادن کمدی ما شده عبدی، یه لات کسافت بی سواد. بابا من زمان شاه رو دیدم، داره به این فشار میاد. من بازی تاچ پرسپولیس رو دیدم تو استادیوم آریامهر، انگار منچستر یونایتد داره جلو ارسنال بازی میکنه، به خدا بپرس این قدیمی ها. ببین آموسا بیاین فیلماشو نشون بدین، برید بازی تیم ملی ایران تو آرژانتین نگاه کنید، بعد برید بازی آشغالا رو نگاه کنید، جلو قطر و انتر و منتر و امارات، برید جمع کنید کاسکوزتونو، تمام لباس بچه تیم ملی همه آدیداس بود. منو از عبدالرضا برزگری رسوندن به کی؟ به کی؟ بعد به من میگه تو خفه شو حرف نزن، در چی حرف نزنم؟ بعد یه مش بچه های قدیمی هم که اسم تو دوران زمان شانشه آریامهر به آبولوفه رسیدن، بعد اونا اومدن با اینا دارن همدهن میشن که آره شما درست میگه، اینا لات چابوکشن، اینا فناتیکن، این فناتیک 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 فناتیک، موجش این سونامی میره میره تا دفتر اعلیحضرت، یارو قاچاق فروش نفت تو تگزاس، اون شاهینه زن شوهردار برده شوهرده مردی که تو خونهش، بعد حالا اومده من سازمان و گروه و میترائیسم و نمیدونم زائیدی و نوزایی و بین با هم بزاییم و خود جوون چی یاد بگیره؟ بعد ما نشستیم که چه جمهوری اسلامی نمیره، بابا جمهوری اسلامی ماموراشون فرستن خارج از کشور، هر کی توی یه فازی داره یه تخته به ما میزنه، واسدی وسط رینگ محمد علی کلی داره دورت میشه، خود میزنه از پشت، میزنه از بغل، میزنه بالا، میزنه از زیر، میزنه فقط داره کتک میخوری، خود دیگه تو چیزی برات نمیمونه، تو مخ دیگه برات نمیمونه. آقای مهندس عزیز من، بریم تو 15 و 18 و 19، دو تا عکسه، اینا همشون جزء جریان تروریستی شما خیال نکن سازمان مجاهدین دست سر ما برمیدارین تروریست ها، شما خیال نکنین توده یا رفتن، بابا اسمشون عوض شده دیگه، اما بهش یارو به خودش نمیگه حزب توده، چون میدونه مورد تنفر به خودش میگه جمهوری طلبان، جمهوری طلبان ملی، یعنی کی؟ یعنی اون جمهوری جنه جبهه ملی مصدقی ها، شما خیال نکنید اینا کنار رفتن، اینا همونایی بودن که داشتن تیم سروویسی رو ترور میکنن تو خارج از کشور، همونایی هستن که بابا به شرافت بشری برید از اینا بپرسید، بگید تو موقعی که داشتن رحیمی و خسروداد و ناجی و نصیری اون افسران عالی رتبه اون عمرای ارتشانشاهی ایران اون امیرا رو داشتن اعدام میکردن، اون قهرمانان ملی رو داشتن اعدام میکردن، شما تو اون جون مادرت پدرت تو رو به هر چی که اعتقاد داری که میدونم نداری بیا، اون موقع چه حالی داشتی؟ همشون داشتن تیر هوایی با جسر میزدن تو خیابون، همشون خوشحال بودن از اینکه عمرای ارتشانشاهی ایران به رگبار مسلسل بسته میشه، پاسمونا رو که میکشتن اینا عشق میکردن، دروغ نمیگم به تو، من اون نسل رو دیدم، من اون زمان رو دیدم، بعد من بیام با اینا اتحاد بکنم، اتحاد بکنم که چی بشه که دوباره این عرازه رو اوباش بیام اونجا که من دوباره برم تو بازی خسرو گل سرخی، برم دوباره تو بازی کرامت الله دانشیان، تو مطلب من برم اونجا بشم جلال آل احمق بیاد بگی تو خونه راه میرفتم از بیکاری ترخ از خونه صدا در میآوردم، کتاب مدیر مرسه برام بنویسه، تو مطلب من برم تو الاف کلا پشملی صمد بهرنگی بشم، یعنی من شما اینو شوتین آقا مهندس دست درد نکنه، اون دو تا اکثر هم لطف موقعت بفرمایید، یه جه آقا روز کوروش ای والا منم دارم روز کوروش دارم استفاده میکنم، آخه من به من کوروش یاد گرفتن چی کوروش من یاد داده؟ هیچی گیج بادن از شاهنشاهی کوروش رسیدن به امتی جمهوری اسلامی، بی خیال بابا، بعد نشته میگه چه شاه همون کار نمیکنه، چیکار بکنه چیکار بکنه با بودن این همه خائن و این همه خودفروش. دست گلو درد نکنه خانم آقایون، اون پشت نوشتم کیانی، اون کسی که براتون نشریه فریدون رو زده، اون زمه کسافته،
اونی که بغل زمه با قرمز نشون داده شده اون غلام امیر حسین اعتمادی، این جلو کی نشسته؟ افشار. من از کیانی و امیر حسین اعتمادی سوال میکنم، شما در این جلسه کجا بوده و شما با افشار اونجا چیکار داشتید؟ شما اونجا چیکار داشتید؟ چرا من اونجا نیستم؟ چرا من با افشار و زم و دیگران عکس ندارم؟ چرا ما حق نداریم سوال کنیم؟ الان بهتون میگم چرا حق نداریم. مومنتو آقای مهندس بریم تو بعدی دست درد نکنه. الان من بهتون میگم، من میدانم، منطقه من جیگرشو دارم میام میگم همه اینا رو با خودم کردم دشمن که یار و قاراشون از چپ و راست بریزن فوش خارمادر رو تهدید به مرگ و چه و چه. من که زیر بار بلیت اینان اینا 400 اینا رو با ماشین پهن میرم روشون. خانم آقایون اون امیر حسین اعتمادیه، اینم کیانیه. اونجا دیدینش با زم؟ آره. اینجا با محسن سازگار است. از این دوتا بپرسید با محسن سازگار اونجا تو چیکار داری؟ من با بقیه کاری ندارم، با ما با محسن سازگار کار دارم. اون بچه هم که روشو دادیم پوشوندن تولد بود، دادم چی بود، حالا هرچی. تو امیر حسین اعتمادی و کیانی، تو با محسن سازگارا و با روح الله زم و افشار اون چیکار داشتی اونجا؟ دست درد نگاه مهندس. حواسم نبود با یه جوان پوزش، اصلا حواسم نبود. خدافیسی میکنم تا بله 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 خدافیسی میکنیم از حضورتون و بچه هایم که لطف و محبت کردید عرض کنم کمک کردید و من چهارشنبه میام میگم با یک جوان پوزش، جوان مهندس و شما خانم آقایون. حرف مون تا چهارشنبه. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی تا چهارشنبه. پاینده باد ایران. جاوید شاه.